سلام، شب بخیر. امیدوارم خوب باشید. جلسه دومه بحث راجع به کتاب برای عشق و میهن از ماریتسیو بیرولی. مرسی که همراهی میکنید. دم همگی گرم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم دو تا کتاب سریع معرفی بکنم، بعد بریم و دنبال بکنیم بحثایی رو که هفته پیش آغاز کرده بودیم. کتابی هست به نام تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، مال یه باباییست به نام محمد توکلی ترقی. کتاب بسیار مهمیه از جنبه های بسیار، اما اون جنبهش که در اینجا ما باهاش کار داریم برمیگرد به فصل 3 و فصل 4 کتاب، که ترقی تلاش میکنه که نشون بده که گفتار وطن دوستی و اصلا خود مفهوم وطن یا میهن و مفاهیم متناظر با اون در عصر مشروطه، دوروبر عصر مشروطه و بعد از اون چگونه و با چه مختصاتی و با چه فهمی اصلا در ایران شکل گرفت. از این حیث ترقی وسیعا رجوع میکنه به اسناد و مدارک و روزنامه ها و رساله ها و متونی که در اون عصر، یعنی عصر مشروطه، منتشر شدند و به نوعی دستندرکار صورتبندی مفهوم میهن بودند و اینکه اصلا مفهوم میهن چیه و چه ربطی به تاریخ و گذشته و خاطرات مشترک و اینجور داستان ها ده. من طبعا نمیخوام وارد محتوای بحث های ترقی بشم، فقط میخوام که ترغیبتون بکنم که به ویژه این دو جستار رو از این کتاب تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ برید سراغش و بخونید. من در جلسات آتی، یکی دو جلسه که توش هستیم، مجال نخواهد شد و بحثشم پیش نمیاد، ولی در جلسات آتی سعی میکنم که به اختزای بحث اشاراتی به صورتبندی هایی که ترقی کرده بکنم. دیگر مقالات کتاب هم خوشبختانه به درد بحث ما میخوره، گرچه نه اونقدرها مستقیم. به هر حال این کتابیست که میتونستم اجلتاً بهتون معرفی کنم. کتاب دیگری هم هست که من نسخه به اصطلاح کاغذی و چاپیشو ندارم، ولی خوشبختانه خیلی راحت در فضای نت پیدا میشه، به نام میهن دوستی در ایران، نوشته ناصر تکمیل همایون، که سال 59 منتشر شده. با همین تایتل که سرچ بکنید چند تا لینک هست که نسخه خیلی ترتمیزی هم از کتاب رو در اختیارتون میذاره و کتاب خواندنی است، از حیث اینکه تکمیل همایون تلاش میکنه که اهم بحث‌هایی رو که حول مفهوم میهن دوستی وجود داشته در تاریخ ایران رو یه جورایی پیش بکشه. باز وارد محتواش هم نمیخوام بشم چون خودم هم تازه شروع کردم به خواندنش، ولی یه نکته فقط خیلی جالبه در کتاب تکمیل همایون. سال انتشارشه سال 59، یعنی تقریبا یکی دو سال از انقلاب گذشته و کتابی منتشر میشه راجع به مفهوم میهن دوستی در اوج، دیگه همتون میدونید دیگه، در اوج هژمونی گفتار اسلام سیاسی که به هر حال پشت سر گذاشته بود و تا حدی در یه جور رقابت گفتمانی دیسکورس ملی‌گرایی و میهن دوستی و اینها رو عملا شکست داده بود و گفتار خیلی کم مایه و کم جونی بود اون روزها، مثلا گفتار میهن و وطن و اینجور چیزها. و خیلی جالبه که این کتاب اون سال منتشر میشه. خب از طرف یه آدمی هم هست که خب تعلق خاطری به جریان‌های ملی داره، از این حیث عجیب نیست، ولی خب یکی از دلایلی که اون هیچ وقت این کتاب دیده نشد و خوانده هم نشد و من هیچ جا ندیدم که بهش ارجاع بشه، به رغم اینکه تلاشای بازم در خورد توجهی کرده تکمیل همایون در اون کتاب، احتمالاً برمیگرده به اینکه این کتاب اصلا تو تاریخ گم شد، چون دقیقاً در زمانی منتشر شد که اصلا گوش شنوایی برای بحث‌هایی که با کلید واژه‌های مثل وطن و میهن و اینها کار می‌کردن وجود نداشت. به هر حال جز معدود کتاب هایی است که ما به صورت مشخص در واقع تاریخ گفتمان میهن دوستی رو دنبال میکنه و خود این تعبیر هم جالبه دیگه، خود تعبیر میهن دوستی که تکمیل همایون به کار میره، حتی تو مقدمه‌ش هم میگه، شما فقط فرصت کردم مقدمه‌ش رو بخونم، که صراحت میگه که ما نمیخوایم شوونیست باشیم، بلکه میخوام از یک جور
پاتریوتیزم معقول دفاع بکنیم، همون بحثی که من هفته پیشم مطرحش کردم، شوونیسم یه جور همین وطن پرستی خیلی تند و تیز و خیلی وقتا کورکورانه و برتری جویانه و افتخارآمیز و اینجور قصه ها در برابر یک حس به قول خود همایون معقول که به وطن دوستی ترجمه میشه و اصلا ناظر بر رسمی تعهد سیاسی به یک قلمرو مشخص فرهنگی و جغرافیایی و اینجور چیزاست. به هر حال خیلی برای من جالب بود که این بحث ها اون زمان هم در اوان انقلاب به هر حال حالا شما بگویید که خیلی ضعیف و تنک مایه و در حاشیه وجود داشته و ترمینولوژی هایی هم که ساخته شده چقدر ترمینولوژی درست و دقیقیه. همایون میدونسته که باید تعبیر میهن دوستی رو به کار ببره و نباید با میهن پرستی و اینها خلطش بکنه. به هر حال این دوتا منبع اجالتاً در این سرچ هایی که من این مدت داشتم به چشمم خورد، جفتش به نظرم بسیار ارزشمنده. منابع دیگه هم هست که باز جلسات دیگه من معرفی خواهم کرد. اما یه نکته رو بگم، باز برمیگرده به همین مفهوم پاتریوتیسم و ترجمهش به وطن پرستی و میهن دوستی. یکی از در واقع دوستان در بخش کامنت های لایو قبلی یه نکته ای رو نوشت که به نظرم میرسه اندیشیده نیست و اون این بود که به نوعی سعی کرده بود دفاع بکنه از مفهوم وطن پرستی برای پاتریوتیسم با این ادعا که میهن دوستی برای انتقال اون حس و اون عاطفه‌ای که پاتریوتیسم اقتضا میکنه مفهوم ضعیفیه و وطن و البته از اون طرف هم وطن پرستی یه ذره بیش از اندازه داره بر اون علقه به کشور یا وطن یا میهن تاکید میکنه. ولی از مجرای یه جور حالا تحلیل زبانی ادعای اون دوستمون این بود که اگر وطن پرستی رو اون بخش پرستی وطن پرستی رو ناظر بر قسمی پرستاری، قسمی مراقبت کردن، قسمی پروا داشتن، قسمی تیمارگری بفهمیم که ظاهرا یکی از معانی پرستش و اینها ربطی به پرستاری کردن و مراقبت کردن اینها هم داره، اون موقع در این صورت و فقط در این صورت مفهومی مثل وطن پرستی میتونه پر بیراه نباشه برای صورت بندی مفهوم پاتریوتیسم. چون که از همون هفته پیش هم من سعی کردم بحثش پیش بکشم، این مفهوم پاتریوتیسم اقتضائش که امروز باز بیشتر صحبت میکنیم و هرچقدر جلوتر میریم این مفهوم باربرتر و جدیتر خواهد شد، اقتضائش اساسا قسمی همین پرستاری کردن از وطن یا دلنگران بودنه و مداخله کردنه و مشارکت کردنه برای یک جور ارتقای این اجتماعی که ما اسمشو میذاریم کشور یا میهن. بنابراین اگر اون وجه مداخله گرانه و پرستارانه و مراقبت گرانه و دلمشغول و اهل پروا و دغدغه یکی از دلالت‌های صریح و در این حال ضمنی مفهوم پاتریوتیسم باشه، اون موقع شاید بتوان که از سر یه جور تساهل تعبیر وطن پرستی رو با تاکید بر حالا پرستی به مثابه پرستاری برای مفهوم پاتریوتیسم بیرا فرض نگرفت. ولی خب قصه اینه که این مفهوم پرستاری از وطن یا مراقبت از وطن، به ویژه وطنی که زخم خورده و به نوعی بیماره و به نوعی به حال اغما افتاده، همیشه با مفهوم پاتریوتیسم عجین بوده. اما به هر حال وقتی ما تو فارسی میگیم وطن پرستی، اون پرستیه کمتر این مفاهیم رو، تیمارگری و مراقبت رو برای ما تداعی میکنه دیگه، نه، بیشتر ناظر بر همون مفهوم خیلی نزدیک و بیواسطه پرستشه، یعنی جو ابژه‌ای که باید در برابرش تکریم کرد، در برابرش ستایش کرد، فارغ از اینکه چه میکنه و چه نمیکنه یا چه هست یا چه نیست. هر چی که هست باید سر تعظیم در برابرش فرود آورد و اصلا بهش رسمی مقام قدسی بخشید، مقدس شدن وطن و دلالت های مشخصی که در پی داره. و به هر حال هر شکلی از قدسی سازی هر چی، حالا در اینجا مفهومی مثل وطن
کیست که نداند چه تالیهای فاسدی و چه پیامدهای ناگواری رو از پی خواهد آورد. شما کافیه که به هر حال یه چیزی رو مقدس بکنید تا به هر حال اون رو از دسترس هر شکلی از نقد و ارزیابی و گفتگو و اینها خارج بکنید و وطن و کشور به رغم ارزشی که و احترامی که در ما برمی‌انگیزه، حبی که و عشقی که و شفقتی که و رأفتی که در ما بیدار میکنه، اما خب چیزی مقدسی نیست. ما هفته پیش هم بحث کردیم که اتفاقا یکی از اقتضائات میهن دوستی، دست کم آنچنان که من خوش دارم پیش ببرم و در فرازهای ویرولی هم جا به جا بهش اشارات روشنی میشه، بیشتر از این که از ما انسانهای پرستندهی بسازه و از ما انسانهای منتقدی میسازه، منتقد رویه هایی که بر کشور حاکمه و ما رو تبدیل به شهروندانی خواهد کرد که عوض این که کشور خودشون رو بپرستند، برای آزادیش و برای شکوفاییش و برای همه شمولیش پیکار میکنن و مشارکت گرانه گامی برمیدارن. به هر حال همه این بحثات نشون میده که به هر حال ما سر مفهوم پاتریوتیسم و معادل گذاریش داستانهایی داریم، حالا چه به وطن پرستی ترجمهش کنیم چه به میهن دوستی، ولی من همچنان مایلم که با جدی گرفتن همه این ملاحظاتی که دوستمون در اون کامنت مطرح کرد، اما همچنان از تعبیر میهن دوستی استفاده بکنم، چون به نظرم میرسه که با آنچه که دست کم من خودم از این مفهوم میفهمم جورتره. خب بگذاریم و وارد بحث خودمون بشیم. رسیده بودیم به حوالی صفحه 20 مقدمه ویرولی. آخرین بحثی که مطرح کردیم برای اینکه دوباره بیفتیم رو غلطک و اون پیوستار بحثمون رو دوباره به دست بیاریم چنین بود که اشاراتی کردم بعد از اینکه اون فراز رو خوندیم به اینکه چگونه و تا چه پای مفهوم ملت و هویت ملی و ملیت و ملیگرایی، چه خوشون بیاد چه خوشون نیاد، در همه ورژن هاش و نسخه هاش و انواع و اقسامش، چه ناسیونالیسم های مدنی دموکراتیک، چه ناسیونالیسم های تهاجمی یا ضد استعماری یا دیگری ستیز یا وحدتگرا یا هر چیزی شبیه به این، به هر حال همشون حدی از شیفتگی به همگنی و یک دستی و وحدت و مفاهیمی نظیر به این رو در خودشون پرورش دادن. یعنی شما نمیتونید به ملیگرایی در هیچ یک از ورژن هاش، نسخه هاش، فرم هاش فکر بکنید و در این حال این ملیت رو ناظر بر قسمی همگنی و همگونی که بر فراز تفاوت‌ها و کثرت‌ها و جزئیات‌ها وجود داره نفهمید. این بحث رو فقط میتونستیم در جلسه قبل و ایزن در جلسه حاضر بشه که خیلی مقدماتی مطرح بکنیم و تفصیلش رو بگذاریم برای در واقع جلسات آتی که بارها مفهوم ناسیونالیسم و نیشن و نشنالیتی و اینها میاد وسط و پاشو وسط بکشیم. اما همینجا یه نکته دیگه رو در پیوند با همین بحث بگم و بگذرم، گرچه باز هفته گذاشتم اشاره کوتاهی کردم چون اینجا مهمه، ویرولی هم میگه و البته رشته کلام رو قطع میکنه، ولی اجازه بدید جا به جا این رو در ذهن داشته باشیم چون خیلی آشکار داریم، نه فقط در این جلسات بلکه در تاریخ سیاسی آیندهمون، اگر آیندهی در کار باشه گویوارم باشه. به هر حال مفهوم ملت و مفهوم ملیت فارغ از مفهوم ملیگرایی اهمیت تعیین کننده خواهد داشت و من خودم به نظرم میرسه که یکی از وظایفی که وظایف سیاسی که اتفاقا خود مفهوم میهن دوستی داره اینه که صورت بندی رهایی بخشی از خود مفهوم ملت به دست بده و مفهوم ملت رو طرد نکنه یا به دست دشمن نسپاره، یعنی به دست جریانات ملیگرا یا حالا دیگر جریاناتی که با مفهوم ملت بازی میکنن و
به هر حال در صورت بندی خاص خودشون در آپاراتوس های گفتمانی خودشون ادغامش میکنن. من فکر میکنم میهن دوستی باید بتونه مفهوم ملت فکر کنه، باید بتونه مفهوم ملیت رو جدی بگیره، اما درون چه سنت فکری، این نکته مهمیه، و چه معنایی ازش بفهمه. اون بحثی که هفته پیشم باز مطرح کردم مقدمتاً زیل همون مفهوم ملیت بدون ملی‌گرایی که ویرولی هم نیم نگاهی بهش داره، یا مثلا این تعبیر رو من تو کارهای جولیا کریستوا دیدم، فیلسوف در واقع متأخر فرانسوی، که اصلا یک کتابی هم داره که به فارسی هم ترجمه شده که البته مجموعه مصاحبه هاش و جستارهای کوتاهش تحت همین عنوان، البته ملیت ها بدون ملیگرایی، که حالا از صورتمندی کریستوا که بگذاریم، خود این تعبیر به نظرم خیلی به درد ما میخوره، ملیت یا اگر مایلید ملیت ها بدون ملیگرایی، که خود این ناظر بر این که مفهوم ملیت رو نباید رها کرد، مفهوم ملیت رو نباید پشت گوش انداخت، چون مفهوم بسیار بسیار تعیین کننده ایه. اما فهمی که باید ازش به دست داد ناظر بر تفاوتی است که درون خود مفهوم ملیت هست و به دو گونه متفاوت فهمیده شده و از توش دو تا سنت سیاسی و اجتماعی گوناگون برآمده، که اتفاقا خود ویرولی هم در صفحه 20 بهش اشاره میکنه. من هم هفته پیش گفتم، یه بار دیگه میگم، فقط در مقام فعلا طرح بحث یه گوشه‌ای نگرش دارید تا بعدا بتونیم بیشتر سرش بحث کنیم. یک، ملیت به مثابه، در واقع فهم ملیت به مثابه قسمی حق شهروندی، یعنی ملیت رو اینجا باید به مثابه قسمی مفهوم سیاسی فهمید، که یه اشاره کوتاهی تا دقیقه دیگه بهش خواهم کرد. و دو، ملیت به مثابه قسم یک سازه فرهنگی. اینها با همدیگه متفاوتن، میتونن به همدیگه برسن شاید یه جاهایی و به هم تبدیل بشن، اما دست کم در آغاز دو تا مفهوم متفاوتن. وقتی شما ملیت رو به تعبیر اول کلمه همچون یک مفهوم سیاسی میفهمید و ملیت همان شهروندی میشه، یا از این تعبیر استفاده میکنید که ما ملت ایران، در اینجا ما ملت ایران ناظر به چیه؟ در اون صورت بندی سیاسی همه شهروندان، یعنی همه کسایی که واجد حق و حقوقی هستن، چون شما به مفهوم شهروندی نمیتونید فکر کنید مگر اینکه مفهوم حق فکر کنید، درسته؟ آن چیزی که از من یه شهروند میسازه حقه، نه؟ یا در واقع حقوق اساسی است که ازش برخوردارم و این حقوق من رو در کسوت یک شهروند یا در واقع من رو به کسوت یک شهروند در میاره، این حقوقی که من رو شهروند میکنه، من تا جایی شهروندم که حقوقی داشته باشم و بتونم حقوق استیفا بکنم یا بتونم پای این حقوق بیستم یا دست کم دعوی این حقوق رو پیش بکشم که من شهروند هستم و به عنوان شهروند مثلا حق آزادی دارم، مثلا حق اجتماع دارم، مثلا حق راه پیمایی دارم، مثلا حق رفاه دارم، مثلا حق آموزش دارم و غیره و غیره و غیره، حق زبان دارم، هر حق مدنی که میشود صورت بندیش کرد. یه زمانی هست شما پس ملیت رو به این معنا میگیرید، به معنای اکید سیاسی کلمه، که چیزی نیست جز یک انقلاب حق، یعنی اصلا مستلزمه و مشروط به اینکه یک انقلاب مبتدی بر حق شکل گرفته باشه، و شهروند به این معنا یک اصلا کانستراکت، یک سازه کاملا جدید و مدرنه که نمیتونسته تا پیش از اصلا شکل گرفتن دیسکورس ها و گفتارهایی که بر حق آدمی به مساوی شهروند تأکید میکنن اصلا وجود داشته باشه، چنین درکی از مفهوم ملیت. اما معنای دوم که خب معنای شاید رایج‌تری باشه، یا ما بیشتر به اون معنای ملت و ملیت خو کردیم، ملت به مثابه یک اجتماع فرهنگیه، یا مثلا همه کسایی که در یک قلمروی سرزمینی مشخص دنیا اومدن، از این حیث یک تبار مشترکی دارن، آداب و رسوم و شیوه زندگی کم و بیش مشترکی دارن، و از این حیث قسمی وحدت و همگه نیست که اونها رو با همدیگه در هیئت یک ملت برمی‌سازه، درسته؟
به این اعتبار مثلا کسانی، ببخشید این بس یه ذره تکراریه چون میگم دیگه هفته پیش من خیلی البته گذرا اشاره کردم، الان چون همینجا هم باز ویرولی اشاره میکنه اما من بیشتر دارم بستش میدم، میطلبه این شرح و بحث چون بسیار 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 به نظرم میاد که برای چنان که گفتم برای آینده سیاسی کشور ما و فهمی که اصلا از آیندهمون میباید داشته باشیم به مثابه یک جمهور آزاد، چنین فهمی از ملیت به معنای البته اول کلمه حیاتیه و بسیار تعیین کننده است. برای این هر چقدر هم که مکررش بکنیم به نظرم کار بیهودهی نکردیم. اما فارغ از این قضیه، به تعبیر دوم کلمه است که مثلا خیلی از ایرانگرایان یا هویت طلبان ایرانگرا، مثلا کسایی مثل سید جواد طباطبایی و دیگران به عنوان سخن پردازانی که گفتارشون این روزها بسیار پرتنینه و بسیار شنیده میشه، میتونن یه ادعایی بکنن مبنی بر اینکه ایران همیشه ملت بوده است و ما چیزی به نام پروژه در واقع ملت سازی یا ملت شدن نداریم، ایرانی ها همیشه ملت بودن. و خب منظورشون چیه؟ یعنی که همیشه یه جور وحدت، حالا به قول خودشون وحدت در این کثرت وجود داشته، قسمی همگنی در کار بوده، یه چیزی بوده که همیشه این پراکندگی ها رو در اون این قلمروی جغرافیایی به هم دیگه وصل میکرده تا ایرانی ها خودشون رو به عنوان ما، به عنوان یه جور سوبژکتیویته جمعی درک بکنن و اون همین فرهنگ مشترکی که خب مغزش هم یا بهتر بگیم که قلبش هم چیزی نیست جز زبان و مشخصا زبان فارسیه، چون این زبان فارسی همیشه در اون این قلمروی فرهنگی تونسته که حاکمیت بکنه و در برابر اغیار دیگر فرهنگ ها بایسته، چون قسمی ملات یا چسب یا یه چیزی شبیه به این عمل کرده که ایرانی ها همچنان بتونن خودشون رو به عنوان یک ملت باز بشناسن و در کوران حوادث مقاومت بکنن و ما بودگی خودشون رو، ما ایرانی ها رو به کرسی بنشونن. بنابراین ملت ایران به مثابه یک وحدت فرهنگی که ناشی از اشتراک زبانی و فرهنگی است، یه صورت بندی از مفهوم ملته که به نظرم میاد که هیچ ما به ازایی نداره، یعنی هیچ ما به ازای سیاسی مشخصی نداره، فقط به دردی سری دعواهای بی خود میخوره، چنانکه در سالهای اخیر هم دامن زده به سری بحثهایی که آیا ما ملت بوده این به این معنا یا ملت نبوده این، آیا یه جور تداوم فرهنگی همیشه در ایران وجود داشته یا گسستهایی رو ما از سر گذروندیم و یه چیزهای شیوه این. اما مفهوم نخست ملیت که ناظر بر همون مفهوم حق شهروندی بود، کاملا یک رتوریکه، کاملا یک نظریه حی و حاضره، یک نظریه زنده است که میشه باشه کارایی کرد، میشه باشه حرفایی زد، میشه باشه چیزایی نقد کرد، میشه باشه و در پرتویش یک پروژه سیاسی مشخص داشت که چیزی نیست جز اینکه همگان میباید شهروند باشن، یا به زبان ساده تر ما ملت نخواهیم بود، ایران و ایرانی ملت نخواهد بود و ملت نخواهد شد مگر اینکه همگان فارغ از اینکه قومیتشون، زبانشون، دینشون، گرایش سیاسیشون، جنسیتشون، چه میدونم هر چیزی شبیه این چی باشه، واجد این حقوق اساسی باشه. بنابراین چنین فهمی میبینید که چگونه دامن میزنه اصلا به قسمی کنشگری سیاسی و منجر به این میشه که ما از ضرورت ملت شدن به این معنا حرف بزنیم، بست شهروندی، بست همه شمولی، یعنی بگیم که تازه این ملت یک پروژه است که باید بشود، باید اتفاق بیفته. پروژه قبلی در واقع پروژه ملیگرایان فرهنگی، اونهایی که ملیت به مثابه یک سازه فرهنگی میشناسند، برای اونها کار پیشاپیش انجام شده است، چون ما پیشاپیش ملتیم و اصلا داستانی نداره، کاری نباید بکنیم، ما تنها ملتی در جهان هستیم که از همون اولش ملت بودیم، چون اون وحدت فرهنگیمون رو تونستیم به رغم داستانهایی که برامون پیش اومده و اینها حفظ بکنیم. اگر اونها از یه جور ملت بودن حرف میزنن، این فهم نخست از مفهوم ملیت از ملت شدن سخن میگه و کاملا یه پروژه سیاسی داره.
که عجین اصلا با آینده ما و محقق نمیشه مگر از مجرای کنش‌های شهروندانه‌ای که میباید افق شهروندی رو برای همگان و به روی همگان باز بکنه. به هر حال این بحث همینجا میتونم متوقف بکنم و فعلا به همین اندازه بسنده بکنم که توجه شما رو جلب کرده باشم که حواستون به این دوگانگی خود مفهوم ملیت باشه و اونجایی که دست کم من با اندازه‌ای که میفهمم از مفهوم ملیت بهره میگیرم جا به جا ناظر بر معنای نخستی است که بهش اشاره کرد. خب حالا بحث رو ادامه بدیم متناسب با آنچه که ویرولی برای ما پیش میکشه. در صفحه 21 موضوعی که بحث ویرولی هست در واقع برمیگرده به همون در واقع اصلی ترین پرابلمی که ویرولی برای خودش پیش گذاشته بود و اونم اینه که نشون بده تفاوت زبان پاتریوتیسم رو تفاوت این زبان رو با زبان ملی‌گرایی ازش سخن بگه و نشون بده که چگونه اینها دو تا زبان متفاوتن که گرچه ممکنه به مسئله های مشترکی دارن فکر میکنن، مثلا همین مفهوم کشور، مفهوم وطن، مفهوم هویت، مفهوم خود و مفاهیم شبیه به این، هم ملی‌گرایی و هم میهندوستی یه جورایی با این مفاهیم دارن کار میکنن دیگه، با این مفاهیم هن که دارن کلنجار میدن، ولی به دو گونه متفاوت اینها رو صورتبندی میکنن یا به تعبیر آرتیکولیت میکنن. مثلا ویرولی در صفحه 21 پاراگراف دوم مینویسه زبان میهندوستی جمهوری خواهانه، به خاطر بیارید که برای ویرولی و برای ما هر کجا که مفهوم وطن دوستی مطرح میشه این وطن دوستی ناظر بر یک جمهوری است، ناظر بر یک رسپوبلیکا است و رسپوبلیکا یا همون جمهوری هم در واقع چیزی نیست جز اجتماعی که بر وفق یک جور خیر مشترک سامان پیدا کرده. حالا به این مفهوم ما بارها و بارها برمیگردیم و خیلی باش کار داریم، مفهوم رسپوبلیکا یا مفهوم جمهوری. به هر حال این آقا می نویسه زبان میهندوستی جمهوری خواهانه می تواند همچون پادزهری قدرتمند در مقابل ناسیونالیسم یا ملیگرایی عمل کند. همینجا یه نکته خیلی مهم فایلش باز میشه، مسئله زبان و سیاست. ما وقتی در اون قلم روی سیاستیم، در اون قلم روی نظریه ها و ایدئولوژی ها و گفتارهای سیاسی هستیم، در اون ساحت زبانی به مسابه قسمی صورتبندی مسئله ها و راه حل ها و از این دست. برای ویرولی این مفهوم در واقع زبان فوق العاده اهمیت پیدا میکنه. به تعبیر دیگه سوالی که ویرولی پیش میکشه اینه که یک پولیتیکال من، یک انسان سیاسی به چه زبانی باید سخن بگه؟ زبانی که هم واجد قسمی قدرت رتوریکه، رتوریک یعنی چیز دیگه، بلاغت، خطابه، سخنوری، همون کتاب ارسطو رو به خاطر بیارید، همون رتوریکای ارسطو که شاید اولین کتاب منسجمی است که ما راجع به همین مفهوم داریم، تفاوتی داره مثلا با گفتار مبتنی بر لوگوس یا گفتار عقلانی یا گفتاری که فلسفه ازش سخن میگه، یا در واقع زبانی که فلسفه به اون زبان حرف میزنه، یعنی زبان لوجیک، زبان منطق، زبان عقل که اساساً بیش از هر چیز دغدغه حقیقت داره، دغدغه یه جور اپیستمه، یه جور دانش قابل اتکا یا همون حقیقت. اما در برابر فیلسوف که به زبان لوگوس سخن میگه و همیشه به زبان لوگوس سخن میگه و زبان لوگوس همیشه یه زبان سرده، همیشه یک زبان به شدت منطقیه، یه زبان دیگه هم داریم یا زبانهای دیگری هم داریم، نه که زبانهای دیگه، یعنی شیوه های دیگری از بکار بستن زبان رو هم داریم که برای مثلا ارسطو رتوریک یکی دیگر از، یا مثلا پوئتیکا یکی دیگه، پوئتیکا همون مثلا فرض کنید که شعر یا فن شعر ترجمه کنیم، خود شعر هم وجه دیگه از زبان دیگه، نه شعر با فلسفه دو تا زبانن.
با دو تا غایت یا با دو تا فانکشن یا با دو تا ارگونه. ارگون رو چی ترجمه کنیم؟ ارگون ببینیم میشه رو ترجمهش کرد تسک، وظیفه، رسالت، متفاوت. زبان فلسفه، زبان شعر و زبان خطابه، رتوریک. باز رتوریک بیشتر از هر چیز با پشنها سرکار داره، با شورها، با شورمندیها و هیجانات. این زبان بیشتر از هر چیز این زبان سیاسته. زبان سیاست و زبان پلیس با زبان فیلسوفانه، با زبان شاعرانه یا دیگر زبانهایی که ممکنه در کار باشن متفاوته. اگر دغدغه مثلا زبان فیلسوفانه همین حقیقت باشه، دغدغه زبان رتوریک اقناست، اقنا کردن و در ادامه تهییج کردن، به شور آوردن. و خب همیشه رتوریک و سیاست با همدیگه پیوند داشتن، همین دست کم از یونان به این سمت. آن کسی که سیاست مداره، مرد سیاسیه یا زن سیاسی، حالا زن سیاسی که در یونان نداشتیم، ولی فارغ از مسئله جنسیت، که پولیتیکال من، یک سیاست مدار یا یک مرد یا زن سیاسی، هر بیش از هر چیز زبانش میباید مبتنی بر قسمی شورآفرینی باشه، قسمی تهییج کنندگی باشه، قسمی به هیجان آوردن باشه. همینجا میتونید که به درستی از خودتون بپرسید که خب این که خیلی چیز خطرناکی میشه، کیه که ندونه همین پیوند سیاست و رتوریک خیلی وقتا، اگر نه همیشه، مولد انواع اقسام فریبکاری ها و دروغ پردازی ها و وعده وعید دادن ها و همین به شور آوردن ها و به این معنا خطاب قرار دادن سویه های غیر عقلانی شهروندان باشه. یه سیاست ما بره بالای منبر و یه سخن هیجان انگیز و شورآفرین بگه و چه میدونم کلی جماعت رو به سر شور بیاره، ولی بر سر هیچ و کوچ، یا اصلا بر سر یه جور یه دروغ یا یک فریب. مایی که در عصر پوپولیست ها زندگی میکنیم، در عصر سخنگویان، در واقع سیاست مداران سخن پرداز خالی بند زندگی میکنیم که حرفای قشنگ قشنگ میزنن و خیلی وقتا ممکنه با حرفاشون دلبری هم بکنن، حق داریم که از خودمون بپرسیم که خب اگر به راستی سیاست و رتوریک رو، سیاست و خطابه و سیاست و سخنوری و سیاست و بلاغت و حالا هر چی ترجمهش میکنید نمیتوان از هم جدا کرد، آیا به این معناست که سیاست اساساً با بنیادن با چیزی چون حقیقت یا سخن سنجش پذیر هیچ نسبتی نداره؟ یعنی در سیاست میشه هر دریوری گفت، فقط به شرط اینکه اون گفتار قانع کننده به نظر برسه، تهییج کننده به نظر برسه، هیجان انگیز و شورآفرین به نظر برسه. این پرسش ها رو اجازه بدید همچنان گوشه ذهن نگه داریم، الان وقت پاسخ دادن بهشون نیست. ولی گرچه ویرولی از کنارش به سادگی میگذره و فقط مدام به ما اشاره میکنه که سیاست و رتوریک رو، یعنی سیاست و نوع خاصی از کاربست زبان رو باید جدی بگیریم. مثلا یکی از نقدایی که مثلا ویرولی به نظریه سیاسی معاصر داره، مثلا که در اوجش دست کم در جهان لیبرال، کسایی مثل جان رالز و دیگران هستن که به شدت زبان سیاست رو تبدیل کردن به یک زبان خشک، ملال‌آور، حوصله سربر، مبتنی بر استدلال‌های منطقی، و به این معنا شور سیاست رو که دست کم یونانی‌ها فهم دقیقی ازش داشتن ازش گرفتن، و به این معنا کلام سیاسی نمیتونه شهروندان رو و سوژه ها رو بیدار بکنه، در اونها انگیزه بپرورونه یا اونها رو تهییج بکنه به قسمی کنشگری، به قسمی مداخله، به قسمی دلنگرانی چیزی بودن، و به این معنی گفتار سیاسی اثر خودش رو دست داده و تبدیل به زبان آکادمیک دانشگاهی شده که هیچ بهره ای از اون وجه خطابی خودش، وجه رتوریک خودش که نه فقط یونانی ها بلکه در جمهوری روم، در جمهوری های ایتالیا، در عصر ماکیاولی همیشه ازش برخوردار بوده، کلن توهی شده. مثلا
فرض کنید که سیسرون در جمهوری روم هم یک سیاست مداره، هم یک متفکر سیاسیه و هم یک خطیبه. اینها اصلا از هم جدا نیستن. اینا اصلا از هم، کتاب‌های سیسرون که اتفاقا جالبه، یکی دو سال اخیر من می‌بینم که همین جوری کتاب‌های سیسرون داره به فارسی ترجمه میشه. اگر بیکارید بزنید سیسرو یا سیسرون، می‌بینید که انبوهی از کتاب‌هاش تو آن به فارسی هم داره ترجمه میشه. خب خطیب، سیاست مدار، متفکره سیسرون. اینها شؤون متفاوتی نبودن مثلا در جمهوری روم از هم دیگه. آن کسی که سیاست مداره باید به رتوریک مسلط باشه، چون از مجرد رتوریکی که میتونه بر شهروندان تأثیر بذاره، میتونه توجه شهروندان رو به یه سری امور جلب بکنه، اصلا میتونه خطابشون بکنه. و در این حال یه متفکر سیاسی هم هست که پای بسیاری از مسائل رو داره وسط میکشه. ولی به هر حال بحثی که ویرولی داره میکنه اینه که در جهان مدرن و در نظریه سیاسی معاصر اصلا اینها کاملا شؤون متفاوتی از هم پیدا کردن. کسی که متفکر سیاسی خیلی گردن کلوف و برجسته هم هست، مثل جان رالز مثلا، که شاید به هر حال در جهان لیبرال، در فضای آنگلوساکسون به هر حال کله گنده ترین متفکر سیاسیه، همون نویسنده کتاب نظریه عدالت و اینها، زبان رو از شورش تهی کرده. یعنی بین اون رتوریک رو کاملا گذاشته کنار و به سمت یه جور گفتار مبتنی بر لوگوس پیش رفته که فقط میتونه بحثای منطقی بکنه، ولی به همون اندازه ممکن اصلا نتونه تأثیر بذاره، نتونه شهروندان رو به عدالت ترغیب بکنه. کتابی نوشتی راجع به عدالت بی‌نظیر، اما این گفتار، این زبان این کتاب به رغم دقتش، به رغم وضوحش، وضوح منطقیش، اما فاقد پشنه، فاقد پاتوسه. باز پاتوس بنای یونانی که همون چیز میشه دیگه، جور عاطفه میشه، یا همون باز شور و اینها میشه. بنابراین کتاب نظریه در باب عدالت رالز نسبتی با ترغیب شهروندان به عدالت جویی نداره. یه بحث تخصصیه به یه زبان کاملا تخصصی و خیلی وقتا یه جور زبان حتی زرگری که فقط خود فلاسفه و نظری پردازان فلسفی ازش سر در میارن و نسبتی با اون وچه ماجرا نداره. البته به آدم مثل رالز بتونه بگه خب بله، من که سیاست مدار نیستم، من یه آکادمیسیانم و به زبان آکادمی سخن میگم و اصلا دلیلی نداره و لازمم نیست که مردم یا شهروندان کتاب منو بخونن، من این رو برای جماعتی که هم منزلت منن، یعنی هم آکادمیسیان ها و اینها نوشتم. ولی خب همه قصه ویرولی به عنوان کسی که همچنان شیفته جمهوری در عصر مثلا روم باستانه یا شیفته جمهوری در شهر جمهوری های ایتالیای قرون وسطاست، اینه که خب این قصه رو نمیشه نادیده گرفت. این قصه جدا شدن سیاست از وجه خاصی از زبان، یعنی همون رتوریک. حالا این بحث رو باز هم من اینجا متوقف بکنم چون خیلی باش کار داریم، بارها ما به مفهوم رتوریک باز خواهیم گشت. اما این بحثی که پیش کشیدم ما رو مهیای این میکنه که به این فکر کنیم که آیا میتوانیم از قسمی سیاست اندیشی حرف بزنیم و این سیاست اندیشی نسبتی با رتوریک نداشته باشه، یعنی از بار رتوریک تهی باشه. رفیقمون ویرولی در اینجا وقتی از زبان میهن دوستی سخن میگه و میگه که این زبان میتونه پادزهر قدرتمندی برای زبان ناسیونالیست ها باشه، ناسیونالیست هایی که خب امروز هم چیزان دیگه، بستن در کار سخن گفتن با مردم هم، تهیج و به هیجان آوردن مردم هم، و در خیلی از جاها این ناسیونالیزم، دست کم این ورژن متأخر ناسیونالیزم که مثلا در اروپا، حتی در امریکای لاتین، در امریکای شمالی، در کشور خودمون داره رشد میکنه، این ناسیونالیزم متأخر هر چیزی هست جز ناسیونالیزم مدنی دیگه، که به شدت مبتنی بر دیگری ستیزیه، به شدت مبتنی بر خودمرکز پنداریه
و داستان‌های دیگه که نمیخوام بگم که بیواسطه و پیشا پیش فاشیستیه، ولی همیشه رگه‌هایی از فاشیسم تو خودش داره و به راحتی میتونه به یه جور فاشیسم هم تبدیل بشه. در برابر چنین گفتاری، در برابر چنین سیاستمدارانی که به هر حال گفتار خودشون رو دارن در حوزه عمومی پخش میکنن دیگه، یا سخنرانی میکنن، یا نمیدونم مینویسن، یا مصاحبه میکنن، یا در یه تجمعی حرف میزنن، در برابر این زبان اتفاقا هیجان زده و تحریک کننده ناسیونالیستی که داره تمام توجهات حول مفهوم هویت، کشور، میهن، خود و اینجور چیزها رو به درون خودش میکشه با صورتبندی خاص خودش، زبان میهندوستی هم زمانی میتونه رقیب جدی برای این گفتار ناسیونالیستی و دیگر گفتارهای تحکیش کننده باشه، یعنی بتونه اثر بذاره، بتونه کاری بکنه، بتونه توجهی جلب بکنه، بتونه شوری بر بیانگیزه که اتوریکال باشه، یعنی وچی رتوریک رو در خودش داشته باشه، یعنی با گفتار صرف خونسای سرده فلان اینها نمیشه در برابر گفتار گرمه و تحکیچ کننده ناسیونالیست ها یا دیگر ایدئولوژی ها در برابرشون ایستادگی کرد. زبان میهندوستی جمهوری خواهانه میتواند همچون پادزهری قدرتمند در مقابل ملیگرایی عمل کند. همچون زبان ملیگرایی، میهندوستی جمهوری خواهانه نیز آشکارا ماهیت رتوریک دارد. باز ایدئولوژی ها رو هم میشه تفاوت بینشون قائل شد از حیث در واقع نسبتشون با رتوریک. خب مارکسیزم هم همیشه قسمی رتوریک بوده، گفتارهای مارکسیستی و مارکسیستا، آنارشیستا، سوسیالیستا به هر حال از نوعی از زبان رتوریک همیشه استفاده کردن برای که همین بتونن توده ها رو بسیج بکنن، برای که بتونن در واقع تکون بدن مردم یا توجهات رو به خودشون جلب بکنن، برنامه خودشون رو به کرسی بنشونن. شاید ایدئولوژی که کمتر از بقیه ایدئولوژی‌های سیاسی به رتوریک متوسل شده، نه اینکه هیچ وقت متوسل نشده، کمتر متوسل شده لیبرالیسم. اگر ناسیونالیست‌ها شاید در وضعیت فعلی اوج گفتار رتوریکن و بین ایدئولوژی‌های سیاسی، گفتارهای لیبرالیستی همیشه طرفدار یه جور گفتار فارغ از محتوای بحثشون ها، محتوای بحثشون الان در اینجا کاری نداره، گفتار لیبرالیستی هم عموما طرفدار یک چیز بودن دیگه، یک بیان در واقع سرد کم و بیش عقلانی مبتنی بر مثلا اسطوره فردیت یا آزادی های فردی و چیزهای شبیه این که کمتر میتونسته احتمالاً شور و انگیزه ایجاد بکنه، گرچه میتوان وضعیت رو تخیل کرد که لیبرالیسم هم به زبانی رتوریکال سخن میگه و اتفاقا میتونه توجهات رو جلب بکنه به و از مجرای این جلب توجه شهروندانی رو تحریک بکنه که مثلا مفهوم فردیت یا آزادی فردی براشون اونقدر هیجان انگیزه که به واسطه اون برانگیخته میشن یا به واسطه اون حاضرن که دست به جور کنش سیاسی بزنن. به هر حال فارغ از این قصه، پس یکی از پرسش هایی که میتوان داشت، پرسشی که به نظرم خیلی پرسش جدیه و شاید کمتر بهش فکر کردیم، همین تفاوت پس ایدئولوژی های سیاسی از حیث نسبتشون با گفتار رتوریک، چقدر این ظرفیت رتوریک شدن رو در خودشون دارن. ناسیونالیسم به نظر میاد که بیش از هر گفتار دیگری این استعداد رو داره، فقط کافیه که نگاهی به تجمعات و راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌های ناسیونالیست‌ها و اینها بکنید، از چه می‌دونم ترامپ گرفته تا بولسونارو گرفته تا چه می‌دونم هیتلر و موسولینی و اون سرنمون‌های
گفتارهای ناسیونالیستی که همیشه مسئلهشون بود که این گفتار چقدر باید بتونه اتفاقا خطابی باشه و به شکل نیرومندی توده ها رو پشت خودش بسیج بکنه، از منظر چی؟ داغ کردنشون، گرم کردنشون، به هیجان آوردنشون. اون چیزی که نباید نگرانش بود خود نفس به هیجان آوردنه. اون چیزی که باید نگرانش بود اینه که شهروندان رو حول چه آرمانهایی، حول چه پیامهایی میشه بسیج کرد. حول مثلا اینکه با هم جمع شیم و هم دست به دست هم دیگه بدیم، مثلا چه میدونم مهاجرین غیرقانونی از کشور بندازیم بیرون، مثل گفتاری که مثلا ترامپ نمایندگیش میکرد و تونست باش روی بخش بزرگی از مردم آمریکا رو توجهشون جلب بکنه، پشت خودش بسیج بکنه. تقریبا این بود دیگه تعریف مثلا یه دشمن مشترک و پیش به سوی نابودی دشمنی که باز شده که این وحدت و خلوص مثلا فرهنگی نژادی جامعه آمریکا واسطه این آدم های مزاحمی که اومدن کارو خراب کردن مخدوش بشه، در برابر گفتاری که مردم رو حول فرض بکنید که آزادی مشترک، این که ما باید ملتی آزاد باشیم، بسیج میکنن. پس تفاوت یا مسئله نه در این که گفتار هیجان آفرین شورانگیز بد است، نه باید نشست که همیشه بحثای خیلی سرد عقلانی فلان و بهمان کرد، مسئله این نیست. مسئله بر سر این که این هیجان، این هیجان اجتماعی مولد قسمی بسیج جمعی، آدم ها رو حول چی بسیج میکنه؟ حول چی بیدارشون میکنه؟ و گفتار میهندوستی ناظر بر تقویت و هدایت هیجانات و شورهای انسانیه برای حصول به یک اجتماع آزاد و برابر. و خوشا چنین شور آفرینی، خوشا چنین عاطفه‌ای. همچون زبان ملی گرایی، میهن دوستی جمهوری خانیز آشکارا ماهیت رتوریک دارد. هدف این زبان احیا، تقویت و هدایت هیجانات یک جمهور خاص با یک هویت فرهنگی و تاریخی بخصوص است، نه آنکه معطوف به کسب موافقت یا رضایت سرد و معقول عاملان عقلانی غیر شخصی باشد. و باز این خودش هم ناظر بر جوی انسانشناسیه دیگه، که ناظر بر اون وچی از انسانشناسی که میگه خیلی وقتا آدم ها بیشتر از این که از مجرای یک جور اقناع عقلانی مثلا حاضر بشن دست به کاری بزنن، از مجرای برافروختگی بدنهاشونه که تکون میخوره. بحث و بحث میاد و خب من پیدارم سعی میکنم که جلوی خودم رو بگیرم، بیشتر از این پیش نرم. یه فرازه دیگه بخونیم این بحث رو در اینجا تموم بکنیم. میهندوستی جمهوری خواهانه با ملیگرایی یا همون ناسیونالیسم در زمین یا عرصه واحدی که همان عرصه هیجانات و خاص بودگی است رقابت کرده و به جای مهاجه های جد و جهدهای سراسر عقلانی از مهاجههای رتوریک استفاده می کند و دقیقا به این دلیل حریفی رعباور برای ناسیونالیسم است. ناسیونالیست ها مطمئنن از قدرت گرفتن گفتار میهندوستی واهمه خواهند داشت، چون دقیقا اون چیزی رو که دستشون در میاره همین خود مفهوم میهن، خود مفهوم کشور، عوض این که این مفاهیم رو در خدمت یک جور وحدت فرهنگی یا خلوص یا یک دستی یا یک رنگی یا پادشاه ستایی یا چیزهای شبیه به این قرار بده، تمام این هیجان جمعی ناظر بر همبستگی رو به خدمت خواست آزادی مشترک در میاره. یعنی این ایده که ما یا همه آزاد خواهیم شد یا هیچ کس آزاد نخواهد شد و کشور ما هم فقط میتونه کشور آزادی باشه که یا برای همگانه یا برای هیچ کس نیست. وطن دوستی روی الگوهای مودت و همبستگی چنان کار می کند که گویی
در فرایندی استحال گون به دل خواستار تبدیل آنها به نیروهایی است که پشتیبان آزادی اند، نه آنکه محرک حذف یا اعمال خشونت و ستیز جویی باشند. استعدادی که ناسیونالیسم همیشه از خودش نشون داده همین گرایشش به خشونت و ستیز جویی از حیث تعریف ملت به مثابه همون همگونی یک دست بی ناخالصی که در واقع پیش داشتیم روش صحبت میکردیم. اما گفتار میهن دوستی دقیقا از حیث پررنگ شدن اون وچه دوستیش، اون وچه عشقش، تعبیری که بیرولی داره به کار میبره، در واقع این عشق، این عشق به میهن مولد ستیز و دعوا و جنگ و خشونت و اینها نیست. این عشق اتفاقا عشقیست اهل شفقت، اهل مودت، اهل همبسته کردن آدم ها با همدیگه حول یه ابژه عشق مشترک به نام کشور، به نام میهن، به نام وطن. چون اتفاق و در واقع اصلا این عنوان کتاب هم از عشق به میهن یا این میهن دوستی، این تأکیدی که مثلا من خودم و خیلی های دیگه روی این بچه دوستی دارند نه پرستی. گفتم پرستی همیشه این ظرفیتی داره که تبدیل به یه چیز کورکورانه بشه، من ایرانیم پس فلان فلان. واقعا این دوستیه، این عشق یک اختزاعاتی داره دیگه، نه؟ اما اختزاعش حالا میشه اختزاع این دوست داشتنه، این حالا عاشق بودنه یا هر تعبیر دیگه ای، این حب، این حب به وطن، اقتضاش، اقتضای این عاطفه میشه حالا مراقبت کردن از موضوع عشق، همون تیمار کردنش، پرستاری کردنش، پرواشو داشتن، نگرانش بودن، دورش چرخیدن، که حالا از حیث سیاسی میگم مستلزم قسمی فضیلت شهروندان است که راجبش تا دقایق دیگه صحبت خواهیم کرد. خب این بحث تا اینجا، ما هنوز تو مقدمه ای ما و این بحث ها به اقتضای مقدمه بودن مقدمه داره مقدماتی مطرح میشه و من هم به رغم که شاید اندکی بس به درازا کشیده باشه ولی دارم این بحثا رو مقدماتی طرح میکنم. بعداً همینجور که میریم جلوتر باز هم فرصت خواهیم داشت که به این مفاهیم برگردیم، بحث دیگری رو پیش بکشیم که دقیقاً در ادامه همین فراز اخیر منه که این میهن دوستیه، به تعبیر دیگه این نوع خاص از دوست داشتن وطن، حالا اقتضاش چیه؟ یا به تعبیر دیگه چه مسئولیت هایی رو، چه تعهد هایی رو، چه الزام هایی رو بار میکنه؟ چون هیچ شکلی از دوستی نیست که خونسا باشه، هیچ جنسی از عشق نیست که بی تفاوت باشه نسبت به ابژه عشقش. دیگه من فقط دوستش دارم دیگه، حالا هر از گاهی بهش فکر میکنم یا مثلا آره دلم براش تنگ میشه ولی کاری براش نمیکنم. اصلا خود این عاطفه حتی تو رابطه شخصیتون هم که دنبالش بگردید، اون جایی که مثلا از دوست داشتن یکی حرف میزنید یا از این حرف میزنید که این یارو رفت دوست منه، چه تصدیقش بکنیم چه تصدیقش نکنیم، چه به واقع انجامش بدیم چه انجامش ندیم، حالا به هر دلیلی، اما اذعان میکنیم یا من فکر میکنم که اذعان میکنیم که این دوست داشتن نمیتونه بی تفاوت باشه، این دوست داشتن نمیتونه باری به هر جهت باشه. یعنی شما نمیتونید دوست داشته باشید ولی کاری نکنید، شما نمیتونید دوست داشته باشید ولی بگید آقا به من چه، شما نمیتونید دوست داشته باشید ولی بگید حالا هرچی شدم شد دیگه، حالا مرد نمرد، موند نموند، نمیتونید. این عاطفه، این عشق، این شوره شما رو یه تعهداتی برای و برای شما یه تعهداتی میاره به خودش. حالا میشه پرسید که چه تعهداتی؟ من تا چه پایه باید این تعهدات رو ادا کنم؟ یا این تعهدها از کجا میاد اصلا؟ آیا هر تعهدی، انتظاری، الزامی که کشور من بر من تحمیل میکنه یا از من چشم داره رو من باید به صرف میهن دوستی هم ادا کنم؟ اینها سوالاتی جدی
صفحه 22 پاراگراف دوم ویرولی می‌نویسه داستان‌های میهن دوستانه پیام‌های اخلاقی فراوانی برای گفتن دارن، اما هیچ استدلال اخلاقی برای اینکه چرا ما ملزم به متعهد کردن خودمان با آزادی مشترک مردمانمان هستیم ارائه نمی‌کنند. پاسخی که متفکران جمهوری خواه همواره به این پرسش دادن کاملا آشناست. یعنی این سوال که اوکی من کشور خودم دوست دارم، آره، ولی چه وظیفه‌ای در قبال اسلام، چرا من باید مثلا کاری برای کشور خودم بکنم، برای اون اجتماع سیاسی بکنم، برای همشهریانم بکنم، من در قبال این دیگرانی که باهاشون در دل زیست جهان، در دل زندگی روزمره عجین شدم و گره خوردم و زیست من در گروه زیست اونهاست و متقابلن، یعنی یه شبکه ارتباطی بین سوبژکتیو وجود داره و میهن همینه دیگه، یه معنایی حالا زبان پیداشناسانه اگر بخوام بگیم، و در واقع میهن یک شبکه ارتباطی بین سوبژکتیوه که یه جور چیز میسازه دیگه، یه جور اصلا در دل این یه جور امر مشترک ساخته میشه، یا اصلا خودش مبتنی بر امر مشترک، خاطرات مشترک، زبان مشترک، آدم های مشترک، و خود این در اشتراک بودنه که این وطن به مثابه در اشتراک بودن با دیگریه که ما رو نسبت به سرنوشت این دیگرانی که با اونها در اون شبکه ارتباطی بین سوبژکتیو شریکیم و بهشون گره خوردیم و باهاشون پیوند داریم، پیوندهای زنده، پیوندهای چشم در برابر چشم، پیوندهای ملموس، پیوندهای انضمامی، احتمالاً ما رو به اونها متعهد میکنه، یا ما رو یا دست کم ما رو دلواپس اونها میکنه. اما باز هم میشه از خودمون بپرسیم که خیلی خب، به صرف این که من دارم با یه عده‌ای هر روز زندگی میکنم و چشم تو چشم اوناست و میشناسمشون و سلام علیک داریم و فلان فلان، آیا این واقعا اختزایی، تعهدی، الزامی بر من بار میکنم؟ کی گفته اینو؟ کی گفته که من غیر از خودم و شبکه نزدیکترین آدمام، یعنی خانوادم و حلقه دوستان بسیار بسیار آشنای خودم، به چیزی چون مثلا همشهریانم یا هممیهنانم تعهد یا الزامی دارم؟ یا به تعبیر بهتر اصلا به کشورم تعهدی دارم؟ این تعهد از کجا میاد؟ ظاهرا به شکل عقلانی نمیتونیم نشون بدیم که به واقع چنین تعهدی در کاره. اگر هم چنین تعهدی باشه، باز از جنس رتوریک، یعنی از جنس برانگیختن عاطفه ای است در شما که شما رو ملزم به این میکنه که برای وطن خودتون دلنگران باشید یا کاری براش بکنید. اما حالا پاسخ ویرولی رو ببینید، حتی پاسخ ویرولی که نیست، پاسخ متفکرین جمهوری خواهه، چون که خودش میگه، میگه پاسخی که متفکران جمهوری خواهم وارد به این پرسش دادن کاملا آشناست. پاسخ اینه: ما تعهدی اخلاقی در قبال کشورمان داریم چون وامدارش هستیم. اگر بخوام کمی مطلب خشخاش بگذارم، که به نظرم باید مطلب خشخاش گذاشت، اینه که از خودم بپرسیم آیا ما واقعا وامدار کشورمان هستیم؟ به نظر میاد دست کم ما در زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم که خیلی راحت میتونیم نشون بدیم که نه، وامدار کشورمون نیستیم، چون کشورمون دهن ما رو سرویس کرد، چون چیزی به ما نداده، چهار تا چیزم داشتیم شد از ما گرفته. باز در ادامه این بحثش مطرح میشه بارها و بارها، چون یه سخنی که میشود گفت اینه که چرا من باید در قبال کشوری که چیزی به من نداده است، نه عزت به من داده، نه احترام به من داده، نه جایی به من داده، نه سرپناهی به من داده، و من مثل سگ دارم تو این کشور جون میکنم برای اینکه فقط بتونم ادامه بدم، این که اسمش زندگی نیست، همون تعبیر، این که اسمش زندگی نیست، یه زندگی سگیه بخور و نمیری که نه احترامی توش هست، نه آینده‌ای، نه آزادی. خب در این صورت دیگه این تعهد به کشور و فلان اینها که من وامدارش هستم از کجا میاد؟ من ممکنه بتونم بفهمم که مثلا من وامدار مامان و بابام هستم، اینو شاید بتونم بفهمم، ولی اینکه من وامدار کشورم هستم خودش تعبیر یه ذره انتزاییه، به ویژه برای کشورهایی که همین دیگه
نشون دادن استعداد خیلی غریبی دارن در اینکه ناشهروند تولید کنن. کلی آدم‌هایی که بله دارن سکونت میکنن در این قلمروی جغرافیایی، همین جا همین دور و برن، ولی ناشهروندن، یعنی کشورشون اونها رو به عنوان شهروندان صاحب حق که کرامتی دارن، ارزشی دارن، حرفشون شنیده میشه، اصلا دیده میشن، تصدیق میشه وجودشون. جوامعی مثل جوامع ما که به این معنا استعدادهای خودشو و نظام سیاسی، چون نظام سیاسی که استعدادهای خودشو در ناشهروندسازی به همگان اثبات کرده، نباید تعجب بکنه که فوج فوج از شهروندانش داخل گیومه سودای ترک کشور رو داشته باشن و اگه بهشون بگی آقا تو وامدار کشورت هستی، یه نگاه عاقل اندرصفی به شما بیاندازن و بگن که مثل اون کشاورز فکر کنم اصفهانی بود که یکی دو سال پیش ویدیوش هم وایرال شده بود، بزنه رو شونه وزیر کشاورزی و بگه که خودتون میدونید و مملکتتون. جالب اینه که مترجم خوب ما که من در اینجا و از اینجا بهش سلام میکنم، در تقدیم نامش نوشته و برای آن کس که گفت خودتان میدانید و مملکتتان، چون که مملکت به من چی داده. پس همینجاست که پیوندها سست میشه، الگوها سست. ما اینو باید تصدیق کنیم. اگر آدم های احمقی نباشیم و این بحثات بیش از اندازه دل ما رو نبرده باشه، باید تصدیق کنیم این حقیقت رو که اونجا که پیوندها سسته، اونجا که الگوها از بین رفته، اون که همه اینها نتیجه اینه که شما کسی رو دوست دارید، کشوری رو دوست دارید که شما رو دوست نداره و هر روز هم داره نشون میده که شما رو دوست نداره، چون اگر او هم شما رو دوست داشته باشه یه حالی بهتون میده دیگه. پس خیلی کارمون سخت میشه. الان من دیگه ویرولی میرولی رو زبل کردم، کار ما خیلی سخت میشه که از میهن دوستی دفاع کنیم در زمانه ای که میهنمون حالش خوش نیست و چون حالش هم خوش نیست اصلا حوصله ما هم نداره. اما به هر صورت خود این استدلال رو دنبال بکنیم. گفتار پس جمهوری خواهان این بود که ما تعهدی اخلاقی در قبال کشورمان داریم چون وامدارش هستیم. ما زندگی ما، تعلیم و تربیت ما، زبان ما و در مساعدترین موارد آزادی من را به کشورمان مدیونیم. و خب باز من از خودم و از شما همون سوالهای قبلی رو میپرسم که همین آزادیمون و همین زندگیمون و همین سرپناهمون، اصلا همین تحت تربیتمون هست که شاید از ما دریغ شده باشه در کشورمون، یعنی کشورم اینا رو نداده باشه. اینجاست چقدر سخته که همچنان شما الغتون حفظ بکنید. اینجاست که تون راحت میگه گور باباش، خدا حافظ، سلام بر سرزمینی که به من احترام میگذاره، به من آزادی میده، به من یه جایی میده، میگه آقا اینجا مال تو، کار کن، فلان کن، بهمان کن. خب این همه آدم گر و گر دارن میرن، فوج و فوج دارن کشور رو ترک میکنن. خب آدم های بیوطنی که به معنی بدی که این تعبیر برای ما داره که نیستن که. اونا هم وطنشون احتمالا روزی دوست داشتن، هنوز هم دوست دارن، ولی به اون معنی که یه روزی من ممکنه به خونه دوران بچگی مو دوست داشته باشم، که بهش فکر کنم ممکنه اشکم در چشان سرازیر بشه، نگاه بکنم به یاد اون روزهای خوب بیفتم، کوچه پس کوچه ها اینا، ولی حاضرم برگردم. نه عمران صد سال سیاه خاطراتی ازش دارم، برای آدم ها یاد خاطراتشون میفتن، حتی خاطرات بعد ممکنه که دلشون بگیره، دلشون تنگ بشه. هفته پیشم گفتم دیگه دوستش داشتم بیان یه سری بزنن ببینن چیه، چه خبره، از اون کوچه های قدیمی چی مونده، از اون دوستای قدیمی، از اون نمیدونم فلان بهمان، ولی در همین حد، در حد یه جور ملاقات، نه در حد مداخله. اینا با هم متفاوته. میهن دوستی اگر به معنای سیاسی کلمه فهمیده بشه، صرف یک جور عاطفه رقیق ناظر بر یادش بخیر نیست، ناظر بر قسمی مداخله فعالانه است برای نجات اون خونه‌ای که الان داره سختش میاد.
بله داره میاد پایین دیگه. اگه هم کسی بره خونه که سقفش داره میاد پایین بره ترکش بکنه بره یه جای بهتر که شما نمیتونید یقش رو بگیرید که. لازم اخلاقی دست کم من یکی حالو ویرولی نمیدونم ولی من ندارم این چیزو. شما دارید نمیدونم. این اجازه اخلاقی رو داریم که مثلا اونایی که دارن میرن رو چیز بکنیم، مثلا شماتت بکنیم بگیم خب وطنتون رو دارید ترک میکنید. خب ترک میکنید دیگه. چه بمون چیکار کنه؟ و اینجاست که باید اون بازی احمقانه خارجی نشین ها و اینها رو کنار گذاشت. البته منم واقعا احمق نیستم که فکر کنم هر خارجی نشینی مثلا از سر یه جور استیصال تام و اینا بلند شده رفت. نه خیلی اون رفتن به دلیل موفقیت، به دلیل فرصت های بهتر زندگی، چه میدونم، به عشق و حال، هر چیزی. حتی اونها، ولی حتی اونها هم، حتی اونها هم قابل شماتت نیستن. مسئله ما شماتت ترک وطن نیست، مسئله ما تشویق مداخله برای نجات کشور، تشویق و تهییج اون شهروندانی که به رغم اینکه زخمیان، به رغم اینکه نگونبختی های کشور رو میبینند و به این معنا دلچرکینند، ولی هنوز انگیزه ای دارن که بمونن و برای آزادی بجنگن. اگر بخواهیم که اشخاصی اخلاقی باشیم، بایستی با خدمت به خیر مشترک و کوشیدن در راه آن دست کم تا حدی آنچرا که گرفته ایم باز بسته ایم. بس فرض جمهوری خواهان، جمهوری خان کلاسیک و جمهوری خان امروز این بود که چون ما چیزهایی از کشورمون گرفتیم، کشورمون چیزهایی به ما داده که اصلا ما رو آدم کرده، من و من کرده، شما رو شما کرده، به این معنا وقتی خب گرفتی یه چیزی هم باید پس بدیدی. ولی چنان گفتم بحران از همینجا شروع میشه. اگر من چیزی نگرفته باشم چی؟ اما اصل بحث سر جاشه که ناظر بر این سخنه که میهن دوستی نمیتونه یک عاطفه بی تفاوت باشه، الزاماتی و تعهداتی با خودش میاره. ویرولی در صفحه بعد پای این بحث وسط میکشه که ما باید بتوانیم در استدلال های علنی و عمومی خود بگوییم کدام یک از مطالباتی که کشورمان به ما تحمیل میکند بایستی رد گردد و کدام یک باید پذیرفته شود. شاید بسیاری از وظایف و الزامات و تعهدهایی باشه که کشور ما یا دولت ما به نمایندگی از کشور ما یا جامعه ما، فرهنگ ما، دین ما، شهر ما، خانواده ما از ما این تعهدات و الزامها رو میطلبه. اما سخن به درستی و به ثوابی که ویرولی در اینجا پیش میکشه اینه که درسته که این میهندوستیه اگر عاطفه راستینی در وجود من باشه از من چیزهایی میخواد، اما باید همواره بررسید از مجرای استدلال‌های علنی و عمومی که خب ما کدوم یک از این الزامات و تعهدات رو به راستی باید ادا کنیم. شاید خیلی از این الزامات و تعهدات الزامات و تعهدات مزخرفی باشن که اتفاقا من هیچ ملزم نیستم که ازشون تبعیت کنم، چون کشورم از من خواسته، چون دولتم از من خواسته، چون خانوادم یا فرهنگم از من خواسته. اینجاست که میشه از یه جور حق فردیت دفاع کرد. باز هم من به یاد فیلم همون The Hidden Life Transmalik میفتم که بالای بارها بارها بهش ارجاع میدم. الان هم میشه از یه زاویه دیگه بهش ارجاع داد. کشاورز اتریشی که در برابر فراخوان شرکتش در جنگ، معرفی خودش به ارتش و شرکتش در جنگ، سر ناسازگاری برداشت و سر پیچید و گفت نه من نمی جنگم. اتفاقا همونجا متهم شد به اینکه آقا تو کشورت دوست نداری، داری کشورت خیانت میکنی، تو آدم بیوطنی هستی. این گفتارهایی که همیشه آمادن دیگه که شما یه جایی در برابر اون همین مطالبه یا الزام یا تعهدی که ظاهرا کشور شما از شما میخواد سر بپیچید، شما رو متهم بکنن. چون برچسبام آماده است دیگه، همینجوری این روزا ما هم زیاد میشه ای بی وطن، ای خیانتکار، فلان بهمان، از این داستان ها زیاده. ولی اتفاقا سخن بر سر این بود که کسی چون اون کشاورز خوب ما
کشاورز خوب اتریشی ما اتفاقا از قبل وطن دوستیش بود که به نوعی، البته وطن دوستی که عمیقا یه جور ریشه در یه جور فهم مسیحی داشت، یه جور فهم اخلاق مسیحی داشت که گفت تو نباید بکشی، در هیچ شرایطی تو نباید بکشی، تو حق نداری بکشی، و اگر کشورت از تو خواست که بکشی، به جنگ بری، به یه جنگ ناعادلانه، اتفاقا در اینجاست که میباید به خودتو فدا بکنی برای ارزش‌های گنده‌تر از خودت، و شاید به این معنا اصلا بتونی هویتی هم برای خودت دست پا بکنی. اتفاقا اینجا باید سر پیچید، چون اینجا اتفاقا خود خیر مشترکه که منحرف شده، چون میشه اسمش گذاشتی چون خیر مشترک دیگه، کشور در جنگه و الان خیر مشترک منافع ملی اختضا میکنه که شما خودت رو فراموش بکنی و اتفاقا خودت رو به پای کشورت و به پای این آرمانهای مشترک، خیر مشترک، منافع مشترک فدا بکنی. ولی اگر خود این خیر مشترک فاسد باشه چی؟ اینا مثلا سوال هاییه که خیلی از جمهوری خواه از خودشون نپرسیدن. جمهوری خواهانی که همین فکر میکنن که بنیاد اصلا یه جور همزیستی با دیگران وقف خود به پای کامن ولسه، با همه معانی که کامن ولس داره که همین میشه مشترک المنافع ترجمهش کرد، چون ترجمه جدید نیست. عموما از خود نپرسیدند که اگر این کامن ولس، این کشور، چون یه زمانی اصلا کامن ولس رو به کشور کاملا معادل با کانتری میفهمیدند، مثلا کامن ولس یعنی کشور، و کشور عملا یک کامن مشترک ولس، یک ثروت، یک منفعت مشترک داره دیگه، یا اصلا چیزی که کشور رو یک کشور میکنه، به کشور من تبدیل میکنه، اینه که منافع مشترکی دارم من با مثلا دیگرانی که اونا هم در اون همین قلمرو جغرافیایی دارن زندگی میکنن. پس پرسش خرکی دیگری که یقه ما رو میگیره و اگر ما نخواهیم که آدم های احمقی باشیم باید از خودمون بپرسیم اینه که باشه، ما مهیای این هستیم که خودمون رو به پای خیر مشترک حتی اگر شد فدا هم بکنیم، اما خیر مشترکی که به واقع خیر باشد، نه شری در لباس خیر مشترک. آزادی همگان به واقع خیر مشترکی است، می شود به پای این خیر حتی جان داد اگر آدم جرأت داشته باشه. ولی اگر خیر مشترک در واقع مثلا چیزی چون شکوه و جلال کشور باشه، یک جور برتری جویی ملی باشه، یا مبتنی بر گسترش قدرت منطقی یا جهانی باشه، مبتنی بر یک جور میل به امپریالیزم سیاسی باشه، یا مبتنی بر تروریسم باشه، یا هر کوفتی دیگه ای، اونجاست که اتفاقا فردیت میباید از تعهدش به کشور تن بزنه. اونجاست که ویرولی میگه اگر تعهد ما در قبال کشورمان تعهدی در جهت پاسداری از آزادی مشترک باشد، حدود صقور تعهد با دقت کافی، با آن مقدار دقتی که به کار بستن آن در استدلال های اخلاقی اصلا ممکن است، تعیین می شوند. اما اگر وطن دوستی ما، بذار اینجوری بخونم، اگر ما وطن دوستانی بدین معنا و بدین سیاق باشیم، آنگاه باید با هر کسی که می گوشد علاقه خاصی را فوق خیر مشترک تحمیل کند مبارزه کنیم، یعنی فوق و برخلاف اون آزادی مشترک بخواد خیر دیگه رو جایگزین این بکنه، این اقتضایش مبارزه است. ما باید با تبعیض و حذف مقابله کنیم، اما وظیفه نداریم همگونی فرهنگی یا قومی یا مذهبی را تحمیل کنیم، همان گونه که وظیفه نداریم به قیمت آزادی مردمان دیگر، یعنی به قیمت حذف و نادیده گرفتن مردمان دیگر در کوره خود بزرگبینی بدمیم، یا هر یک از هموطنانمان را از حقوق مدنی و سیاسی به حقشان محروم کنیم، مثلا به نام خیر عمومی، چون مثلا چه میدونم امنیت یا منافع ملی یا از این قصه ها. پس خود مفهوم خیر مشترک مفهومیه که باید خیلی حواسمون باشه که چه چیز به عنوان خیر مشترک تعریف میشه و برای کدوم خیر مشترک به واقع باید حتی اگر لازم شد آدمی از فردیت خودش، از جان خودش هم بگذره. تو به هر حال میهن‌دوستی و اینها میشه با یه جور ایثار و یه جور فداکاری و یه جور حتی شهادت طلبی هم پیوند داشته دیگه، حتی در
نزد جمهوری خواهان کلاسیک در روم در قرون وسطا. ولی این خواست جمهور میهن دوستی جمهوری خواهانه برای ایثار خود به پای خیر مشترک، میباید حواسش به خود ماهیت اون خیر مشترک باشه، که به واقع چون خیر مشترک همیشه بود گذاشته خیلی گیومه، چون مطمئن نیستیم اون چیزی که خیر مشترک واقعا خیره یا خیر جا زده شده. خب من باید یه نفسی بگیرم با اجازتون. میخواستم که مثل جلسه قبل هگل یک کله برم، ولی لازم دارم که یه تدخینی بکنم و میبرم شما هم بعدتون نیاد که یه استراحتی بکنید. فرازی که واردش خواهیم شد، من حتما میخوام مقدمه رو امشب تمام بکنم، برای هر چه حال لازم باشه ادامه میدم. اگه هم طولانی شد شد، خیلی فکر کردم در این 3-4 روز، دوستانی که گفتن که کلاس‌ها طولانی هم حق دارم، بله اوکی، من فقط میتونم اصخایی کنم، هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم، چون هفته پیشم که تلاش کردم بحث رو در زمان کوتاه‌تری پیش ببرم، حس کردم که یه جاهایی پریدم از این سری بحث که دستکم برای خودم لازم بود توی جلسه هگل خانی رو میگم، تا بحث رو مثلا بتونم در یه ساعت و نیم و اینا که خودش باز یه ساعت و 45 دقیقه شد جمع بکنم. بنابراین از اونجایی که میخوام آنچنان که خودم رو راضی میکنه، چون به شما که من دسترسی ندارم ببینم که اوکی هست یا نیست، ولی اونقدری که خودم رو راضی میکنه هر چقدر که لازم باشه من بحث رو پیش میبرم و بست میدم. فقط میتونم امیدوار باشم حوصله شما سر نره، فقط نگران باشین که اوه مثلا میخواستم 11 بخوابم الان مثلا شد ساعت 11. پس به هر حال من این بحث رو دنبال میکنم، یه 5 دقیقه استراحت کنیم، برمیگردیم و یه فراز بسیار بسیار به نظر من مهم و هیجان انگیز و تحمل خیز رو با هم دیگه خواهیم خوند و بحث رو دنبال میکنیم. یه چند دقیقه بحث رو ادامه بدیم. داشتیم راجب الزام هایی که و تعهد هایی که و مسئولیت هایی که نوع خاصی از عشق به میهن اقتضا میکنه و پیش میکشه سخن میگفتیم. صفحه 23 پاراگراف دوم ویرولی مینویسه: ملزم بودن به آزادی مشترک مردمان ما، یعنی اگر کشورمان اسیر باشد بایستی در جهت آزاد کردنش بکوشی، نه آنکه آن را برای جستجوی آزادی در جای دیگر ترک کنی، و اگر هم مجبور به ترک موطن خود شدیم باید به تلاش برای آنکه بتوانیم بازگردیم و در آزادی با سایر هممیهنانمان زندگی کنیم ادامه دهیم. پف. خب جمله تکان دهنده ایه. بذارید تا تایش رو بخونم بعد برگردیم بحث کنیم. ممکن است پرسیده شود اصلا چرا باید به جای آنکه بروم و آزادی خودم را در جای دیگر جستجو کنم نگران و غمخوار آزادی مردم خیش باشم؟ اگر کشورم با من ناحق و ناروا برخورد می کند، من هیچ دینی هیچ تعهدی بدان ندارم. این شبیه همون بحثایی که تو پارت اول داشتیم صحبت میکردیم، که به نظرم بسیار گفتار قابل فهمیه. یک پاسخ احتمالی آن است که آزادی که شاید بتوانیم در کشوری دیگر از آن برخوردار شویم به نسبت آزادی که قادر می بودیم با مردم خودمان از آن محظوظ گردیم الزاماً واجد غنا و کمال کمتری است. در کشور دیگر در بهترین حالت ممکن است از آزادی های مدنی یا سیاسی برخوردار شویم، اما نخواهیم توانست آزادانه بر طبق فرهنگ خودمان زندگی کنیم. آزادی در بین مردم خودمان طعم خوشتری دارد. ما از آن به عنوان آزادی خودمان، به عنوان آزادی که به نحوی مؤثر و متمایز از آن خودمان است محظوظ می‌گردیم. این استدلال ضعف‌های خودش را دارد.
پاداش ممکن است بیش از حد بعید و نامعلوم به نظر برسد. پاداش ماندن در کشور و پیکار برای آزادی مردمانمان. چون پاداشی است که یا نتیجه است که خیلی وقت دور دست است به نظر میاد و کمتر کسی رو مجاب میکنه که برای آزادی که قرار است شاید یک روزی از راه برسه، یک آزادی ممکنتر، یک زندگی نرمالتر و بیدرد سرتر رو که چند قدم اومدتره بیخیالش بشه و ترجیح بده که بماند و برای آزادی کشورش مبارزه کند. پس چون که داره از استدلال‌های این، از ضعف‌های این استدلال سخن میگه، می‌نویسه پاداش ممکن است بیش از حد بعید و نامعلوم به نظر برسد و برای فرد این امکان هست که آزادی در کشوری دیگر همچنان جذاب‌تر جلوه کند، چون آزادی بی‌دردسرتریه، چون آزادی مردمان خودمان در شرایطی که کشور در ناآزادی زندگی میکنه، در قسمی خودکامگی و خفقان و تبعیض و فساد و هر چیز دیگه ای، آزادی در آنجا، حالا هر کشوری مهم نیست کجا، ممکن است همچنان جذابتر جلوه کند، دقیقا به دلیل آنچنان که گفتم دستیابتر بودنش و واقعی تر بودنش و استدلالایی که همه ما میدونیم دیگه و استدلالایی که میاریم و این استدلال هم اصلا بیرا نیست. مثل که مگه آدم چقدر عمر میکنه، مگه من چقدر وقت دارم، یا اصلا گیریم که با او ایستادیم و جنگیدیم و فلان کردیم و بهمان کردیم و نشد، بر عمر رفته چه؟ آیا بر عمر رفتم نباید افسوس بخورم؟ اینا استدلالهای بیراهی نیست، با بیراه خوندنشون یا با خودخواهانه خوندنشون فقط خودمون رو فریب میدیم. تو هم باید چشم در چشم بشیم با این استدلال‌هایی که پر بیراه نیستن، به ویژه در زمانه ما و در جامعه ما و در کشور ما، در همین ایران. برای آنکه هموطنانمان را ترغیب کنیم تا خودشان را به آزادی مشترک مردمانشان ملتزم سازند، باید به احساسات شفقت و همبستگی که ریشه در الگوهای زبانی، فرهنگی و تاریخی دارند توسل جویم. حالا ویرولی میگه که چون ببینیم همیشه مسئله بر سر ترغیب کردنه، هم مفهوم رتوریک به خاطر بیارید که گفتیم کارش اخنا کردن و ترغیب کردن و تهیج کردن بود. در اینجا هم اگر شما قرار باشه که به عنوان یک میهندوست هموطنان خودتون رو، البته اگر خودتون پیشتر ترغیب و قانع شده باشید به این معنایی که داشتیم سخن میگفتیم سرش، اگر قرار باشه هم میهنان خودتون رو ترغیب کنید تا خودشان را به آزادی مشترک مردمانشون ملتزم سازند و به چیزی بیش از نجات خودشون فکر بکنند، نجات خودی که بازم میخوام بگم این نجات خود اصلا نباید دست کمش گرفت. بله یه جایی فقط طرف خودشو نجات بده، اینجا گیر افتاده، اینجا جاینده ای نداره، وایسه دانش سرویس میکنن، یا اینکه همین اینجا هیچی نداره، چنین آدمی رو، چنین موقعیتی رو، نظر به فراگیریش، نظر به این موقعیتی که داریم توش زیست میکنیم، من میخوام اینو جدی بگیرم و میخوام به رغم جدی گرفتنش همچنان بگم که میتوانیم و میباید از میهن دوستی دفاع بکنیم به عنوان ترغیب هموطنانمون برای زیستن برای آزادی مشترک، برای حصول آزادی مشترک، که البته ما هیچ خاطری هم ازش نداریم. اینم خیلی نکته مهمیه ها، بازم به خاطرتون میارم، من هفته پیشم گفتم بحث های ویرولی رو و امثال هم رو باید در دل اون فرهنگی که از توش برآمده تحلیل کرد که سابقه آزادی داره، جمهوری های میتونه ارجاع بده به جمهوری های ایتالیا، میتونه ارجاع بده به تاریخ، به قول ماکیاولی که آقا مردمی که خاطره آزادی دارند حتی اگر اسیر هم بشن باز این اسارتشون دووم نخواهد آورد، چون این خاطره آزادی اونها رو مجاب میکنه یا به اونها اون نیرو، اون انگیزه رو میده که این حصار اسارت رو بشکنه. ولی برای مردمانی چون ما که خاطره آزادی نداریم، اگر هم خاطری داریم، خاطرات بسیار محو و بسیار کوتاه و گذراست،
برای مردمانی ما، چون ما که آزادی همچنان در حد یک ایده است، در حد یک آرمان سیاسیه، و خب هر ایده و آرمانی به هر حال بچه انتظایی داره دیگه. یعنی شما به تاریخ پس پشت شما نگاه میکنید چیزی که نمیبینید، آزادی که نمیبینید که. میگم جز یک تجارب گذرایی از آزادی، و البته آزادی خواهانی که برای این آرمان و برای این ایده شما بگو هر چقدر انتظایی به واقع جان نثار کردن. اما به هر حال این که ما به نوعی و به معنایی داریم درون وضعیتی زیست میکنیم که با وضعیتی بابایی مثل ویرولی از زمین تا آسمون متفاوته. اون به پشتش که نگاه میکنه جمهوری های ایتالیا رو میبینه که فهم مشخصی از آزادی داشتن، انبوهی از مواضع و رساله ها و نوشته ها و کتاب هایی هست که هی مدام داره از تکریم آزادی رو داره تکریم میکنه، جمهوری رو داره تکریم میکنه. خب ما چنین دستاویزی، چنین اندوختهی، چنین بایگانی نداریم که بازخوانیش بکنیم و ازش انرژی بگیریم. یا به زبان ماکیاویلیایی خاطره آزادی رو نداریم دیگه، خاطره ما با چیزهای دیگه پر شده. خب برای ما خیلی سخت تره که همدیگر رو به پای آرمان که دستیاب به نظر نمیرسه، یا به هر حال انتظاییه، به هر حال دور دسته، بتونیم مجاب کنیم. نه؟ کار سختیه، کار بسیار دشواریه. ما به مراتب کار دشوارتری داریم برای تثبیت و برای جا انداختن میهن دوستی آزادی خواهانه. ولی ناسیونالیست های ایرانی کار زیاد سختی ندارن، چون در گفتار ناسیونالیست بیشتر آزادی، چون که تا اینجا داشتیم بحث میکردیم، محوریت نداشته. برای ناسیونالیست ها چی محوریت داشته و هنوزم داره؟ ناسیونالیست های ایرانی شکوه و جلال و عظمت مثلا ایران، که خب ازش خاطره ای هست، یا به هر حال چیزی شبیه به خاطرهش وجود داره. برای ناسیونالیست های ایرانی وقتی به میخوام متوسل بشن به گذشته، مدام خاطراتی رو رو میکنن. که با این جلال و شکوه در پیونده، نه میهن دوست. پس تفاوتی از نگاه کنید، میهن دوستی جمهوری خواهانه، میهن دوستی آزادی خواهانه. نزد ما ایرانی ها به دلیل عقبه و گذشته کم و بیش خالیش، میگم برگ های بسیار کوتاهی فقط در این کتاب تاریخ ما ناظر بر اون لحظه است، بنابراین دستش خالیه. ولی ناسیونالیست ها با پررنگ کردن خاطره شکوه و جلال و عظمت ایران متحد فرهنگی فلان و فلان، به نظر میرسه دستانشون پرتره. یعنی قابلیت این رو دارن که قصه ها و داستان ها و افسانه هایی که نقل میکنن بر مقام پشتیبان ایدئولوژی خودشون، همه اونها رو به کار بگیرن. افسانه هایی که شهادت میده به اینکه آقا ایران یک زمانی فلان. ولی ما آزادی خواهان چیز زیادی پس پشتمون نداریم، برای همینه که هر آنچه که داریم جلومونه، نه پشت سرمون. به این معناست که میهن دوستی آزادی خواهانه در ورژن ایرانیش آیندگراست. و خب آینده دقیقا به دلیل نامتعین بودنش ممکنه که نتونه انرژی بخش باشه، چون شما هی حواله میدید به یک آینده‌ای که ما ملت میشویم، به معنایی که ازش سخن گفتم، ما آزاد میشویم یا ما باید آزاد بشویم. به هر حال پروژهش رو به آینده است، پروژهش هی متمایل بر یه جور بازگشت گرایی نیست. برابر این میهن دوستی بنیادن نمیتونه ارتجایی بشه. ولی ناسیونالیسم ورژن ایرانی با این توضیحاتی که من دادم، چون هی داره با اون خاطرات گذشته خودش لاس میزنه و هی انبوهی از قصه ها و داستان ها و اسطوره های فلان و بهمان رو به خدمت میگیره، انرژی بیشتری داره این گفتار. خب من باید یک دقیقه از شما وقت بگیرم،
چون شارژم نمیدونم چرا تموم شده، چقدر اینترنت تو هم جوری مثل باقلاوا داره میخوره. کمتر از یک دقیقه من وقت میگیرم تا نتم رو شارژ بکنم، برمیگردم قطع نمیکنم لایف. خب من برگشتم، فقط اجازه بدید که یک دقیقه این کامنت رو وا بکنم تا مطمئن بشم که هستم. اگر یکی دو نفر از دوستان به من خبر بدن که آیا من دارن یا نه، من خیالم راحت میشه و بحث رو دنبال میکنم. آیا من دارید یا نه؟ بله. یکی دیگه هم بگه خیال من راحت کنه. هستم. خب مرسی، من دوباره کامنت رو میبینم. خب این بحث رو به رغم این که بسیار بسیار مهمه و من شخصا بسیار مایلم که سرش بیشتر بخوام بحث کنیم، اما همینجا باز متوقف میشم، ادامه میدیم، مطمئنا باز بعدا نوبت بهش بارها و بارها خواهد رسید که سرش حرف بزنیم. ادامه بحث که پس آخرین نکته ای که از ویرولی تا اینجا پیش کشیدیم این بود که رفیقمون میفرماید که ترغیب هموطنانمون برای پیکار، برای آزادی مشترکی که گفتم ما خاطری ازش نداریم، پشت سرمون نیست، هیچ یک از نهادهای سیاسی ما، هیچ بخشی از فرهنگ سیاسی ما ازش پشتیبانی نمی کنه، بلکه آزادی است که مثلا یک آرمان جلوی چشم ماست، در آینده است، باید محقق بشه. ولی ترغیب یک چنین حس و حالی باید به احساسات شفقت و همبستگی که ریشه در الگوهای زبانی، فرهنگی و تاریخی دارند توسل جویم. پس میهن دوستی اساساً به این معنا عاطفه ای است از جنس شفقت، از جنس دوستی، از جنس همین دلنگران دیگران بودن، از جنس در واقع نمیتونه این حس میهن دوستانه صرفاً به این معنا فقط یک عاطفه فردی مثلا در قلب من یا در قلب شما باشه که پیش خودمون فکر کنیم که بله ما هم ایران رو دوست دارم، حالا چه اینجا باشم چه جای دیگه. چنین حسی گرچه یه حس خیلی طبیعیه، چیز عجیبی درش نیست، اما از حس سیاسی بلا اثر میشه اگر نتونه ترجمه بشه به این من ایران رو دوست دارم، من کشورم رو دوست دارم، اگر نتواند تبدیل بشود به قسمی همبستگی، یعنی من رو نتونه با دیگرانی همبسته بکنه که هم سرنوشت منه، که اونها همچون من در حال و هوای آزادی میسوزند یا دلنگران کشوری هستند که به واسطه تجربه تبعیض و فساد و خفقان و استبداد و غیره و هر چی که شما میگید داره دست میره. این دلنگرانی مشترک که منم نگرانم همچنان که تو نگرانی، که من هم پروای اینجا رو دارم همچنان که تو پروای اینجا رو داری، این اشتراک در دغدغه، این اشتراک در پروا مولد همبسته شدنه و این همبستگی از جنس یه جور همبستگی عاطفی مبتنی بر دوستی و مودت دیگه با کسانی که به این اعتبار و فقط به این اعتبار هم سرنوشتن، برای سرنوشتشون به همدیگه گره خورده، نمیتونن خودشون از همدیگه جدا بکنن، نمیتونن تصوری از این داشته باشن که اونها نجات پیدا خواهند کرد، اونها خوشبخت خواهند شد، آنها در آزادی خواهند زیست، منهای دیگری که کمی منسوتر در ناآزادی، در نگونبختی، در فقر، در تبعیض در زندگی میکنن. پس میهن دوستی با همبستگی یا با دعوت به همبستگی به تصوری از ما گره خورد، یه جور بینا سوبژکتیویته است میهن دوستی، ما رو به هم وصل میکنه، عاطفه وصل کننده است. کاری که در اینجا باید انجام شود ترجمه این الگوها به عشقی ویژه، عشقی به آزادی مشترک است. برای آنکه این کیمیاگری در ساحت هیجانات امکان پذیر گردد، مطمئناً به استدلال‌های اخلاقی نیاز داریم که به عقل و علایق و منافع متوسل می‌شوند، اما همزمان باید بتوانیم
به سیاق کاری که رتوریک دانان خوب انجام میدهند به داستانها، تصاویر و بینشها نیز توسل جوییم. و چون که گفتم میهن دوستان ایرانی کمتر میتونن به داستانها، تصاویر و بینشها متوسل بشن چون چیزی ندارند یا چیزهای کمی دارند. داشتیم آزادی خواهانه، داشتیم میهن دوستانی در تاریخ خودمون، اما نه اونقدر. و خب شاید یکی از وظایفمون باشه که همین ها رو، همین تصاویر رو، همین قصه های شاید فراموش شده رو، شاید کمتر جدی گرفته شده رو اتفاقا بپرورونیم و بهش بالو پر میدیم. و شاید باید داستانی که تعریف میکنیم بیش از اون که در گذشته ریشه داشته باشه، که خب نداره چون که گفتم، در یک آینده است. به این معنا اتفاقا فضا برای یه جور تخیل باز میشه، تخیل یک ایران خیالی، یک ایران آرمانی که توش همگان آزاد و برابرند. چرا باید خودمون رو از این تصویر خیالی محروم کنیم؟ چرا نباید اتفاقا هر چقدر هم که امروز به نظر ناممکن و بعید و دور از دسترس به نظر برسه، اتفاقا قدرت خیال پردازی سیاسی خودمون رو معطوف یک اتوپیایی بکنیم؟ چون اتوپیا هم انرژی بخششون، اتوپیا هم به هر حال تصویر میده، درسته تصویری در آینده، اما به هر حال تصویر میده. و ما برای مثلا مغز ما اینجوری کار میکنه که با تصاویر، با قصه ها، با داستان ها بیشتر تحریک میشه، بیشتر براش جذابه. ایرانی رو فکر کنید، ایرانی رو تخیل کنید که توش همگان شهرونده، که هیچ دیگری رو از خودش تحت هیچ نامی بیرون نمیگذاره. ایرانی تخیل کنید که یک همه شمولی مطلقه. و این تصویر به نظرم، این ایماج به خیال پردازی نیاز داره. ناسیونالیستان نیاز به خیال پردازی ندارن، چون کافی سرشون کنن اونور، پشت سرشون نگاه بکنن، دست در خرجین افسانه ها و اسطوره ها و داستان ها بکنن در بیارن خروش بزرگ. مثلا در ادامه آنچه که ویلوری وسط میکشه، نسبت خیلی باید بیشتر از این حرف زده، ولی خب دیگه میریم جلو. نسبت میهندوستی با فضیلت شهروندان است. و این یعنی چی؟ کاملا با بحث قبلیمون ربط داره. فضیلت شهروندانه معناش اینه، یا در واقع خود شهروندی به مثابه فضیلت، یا در واقع عالی ترین فضیلت در یک جمهوری، در یک جمهوری آزاد و در یک میهندوستی آزادی طلبانه جمهوری خواهانه، بالاترین فضیلت، فضیلت شهروند بودن. اما شهروند بودن نه فقط به معنای واجد همون حق بودن که در واقع پیشترش سخن گفتیم، که خب اصلا میشه پروژه جمهوری خواهی. جمهوری خواهی میباید حق رو بست بده و همگان رو از مجرای تثبیت حقوق اساسی به کسوت شهروند در بیاره و به مقام شهروندی بر بکشه. اما در این حال شهروندی همزمانی که ناظر بر حقه، ناظر بر وظیفه هم هست، یعنی وظیفه شهروندی. و وظیفه شهروندی هم چیزی نیست جز مشارکت در حیات پلیس، اجتماع. یا به تعبیر دیگه، فضیلت شهروندانه مبتنی بر قسمی میهن دوستی جمهوری خواهانه از شما میطلبد که شهروند باشید، یعنی فراسوی اینکه یک شخص خصوصی هستید، و این شخص خصوصی یا اصلا یک شخص هستید، یک پرسن، و برای خودتون پرسنالیتی دارید،
برای خودتون فردیتی دارید و این فردیت میباید به تمامی محفوظ نگه داشته بشه، وگرنه ما میفتیم توی باز همون بازی فدا کردن خود به پای ارزش‌های جمعی که خیلی وقتا معلوم نیست چیان، در این حالی که فردیت میباید به رسمیت شناخته بشود، اما فضیلت شهروندی در عین حفظ فردیت ناظر بر مشارکت فعالانه شهروند در حیات عمومیه، در خود رسپوبلیکاست. گفتم دیگه رسپوبلیکا که همون به جمهوری ترجمهش میکنیم، اصلا ترجمهش یعنی امر مشترک یا امور عمومی، یعنی اموری که فراسوی امور شخصی خصوصی که فقط به تو مربوطه، فقط به اون مربوطه، یه جور پای همگان توش وسط، مسائلی که مسائل همه است. پس به این معناست که این فضیلت شهروندانه از ما میطلبد که برای تحقق خیر مشترک در امور عمومی مربوط به همگان مشارکت کنیم. به تعبیر خود ویرولی، به رغم دشوار بودن این کار، ما نمیتوانیم به وظیفه‌ای که پیش روی ما است و آن تشویق و تشجیع مجدانه میهندوستی است بی‌اعتنا باشیم. آزادی سیاسی برای آن که بماند و بشکفت نیازمند فضیلت شهروندان است، یعنی آنکه شهروندان قادر باشند خودشان را به خیر مشترک ملتزم سازند و بتوانند برای دفاع از آزادی و حقوق مشترک به پا خیزند. واسه فضیلت شهروندانه مستلزم به پا خواستنه. به پا خواستن یعنی مشارکت کردن، یعنی فعال بودن، یعنی با دیگران کار کردن، یعنی اجتماع ساختن، نگران اجتماع بودن، اجتماع رو در معیت هم پیش بردن، آزادی اجتماع رو تثبیت کردن، مسائل عمومی رو از مجرای همکاری و همیاری با دیگران حل و فصل کردن، بهش فکر کردن، راجبش بحث کردن. ویرولی در ادامه می‌نویسه که میهن دوستی و کنشگری سیاسی، آها، اصلا فضیلت شهروندان اگه خیلی ساده بخوام تعریفش کنیم، فضیلت شهروندان کنشگری سیاسی که با فهم متأخری که شاید در نتیجه دموکراسی‌های مبتنی بر نمایندگی وجود داره، حتی در لیبرال دموکراسی‌ها تا حدی جور نیست. لیبرال دموکراسی‌ها بنیادشون بر چیه؟ اینکه شما شهروندانی دارید که در درجه اول اشخاص خصوصی هستند و در درجه آخر هم شهروندان خصوصی هستند و اساساً کاری با سیاست ندارن، چون سیاست دغدغه‌شون نیست، زندگی خودشون رو دارن دنبال میکنن، اما نهایتاً از مجرای مثلا شرکت در انتخابات و تفویض اختیار خودشون به نمایندگان خودشون از در سیاست مداخله میکنن، یه مداخله غیر مستقیم که خب همین دیگه ناظر بر تعریف نمایندگانه و نمایندگان هم همون سیاست مدارای حرفه‌ای هستند و اونا هم که به نیابت از مردم در امور عمومی دخالت میکنن، امور عمومی رو پیش میبرن. فهم جمهوری خواهان اساسا چنین فهمی نیست. مثلا بحث های هان آرنت در وضع بشر رو اگر به خاطر بیارید، یا اگر فرصت نداشتید تا الان مداقعی درش بکنید نگاهی بهش بیندازید، دقیقا ناظر بر همینه. آرنت به عنوان یه جمهوری خواه، چرا یونان انقدر براش مهمه، آتن انقدر براش مهمه، اصلا به یه جور آتن جدید داره فکر میکنه، چون به نظرش میرسید که آتن به عنوان یک اصلا نمونه آرمانی اصلا فرقش با شهرهای جدید از همینجا بود که شهروندان آزاد و برابر از مجرای مشارکت در کنش‌های سیاسی برای خودشون و سرنوشت خودشون و امور خود عمومی و مشترک خودشون تصمیم می‌گرفتن. یعنی سیاست همون وجه عالی زندگی مدنی بود. این یه تصور جدیده که آقا سیاست به ما چی مربوطه، سیاست کار سیاست مداران حرفه‌ایه، من زندگی خودم رو دارم بکنم فلان فلان، که خب ما الان داریم توی این اتمسفر زندگی میکنیم دیگه. این اصلا فهمی نبود که دست کم یونانی ها از خود زندگی داشتن. والاترین وجه و صورت زندگی اتفاقا زندگی سیاسی بود، یعنی مداخله در سرنوشت خود که اصلا نباید واگذارش میکردید به نمایندگان. بله، نمایندگان هم انتخاب می شدن، سناتورها، نمیدونم تریبون ها فلان فلان، اما
در این حال میشد از مجرای مثلا مجامع شهروندی نشون داد که چگونه شهروندان همچنان و همیشه در پیشبرد امور عمومی خودشون فعالانه مشارکت میکنن و به این معنی اصلا حوزه خصوصی برایشون در درجه دوم اهمیت بود. قلمرو خانه و نمیدونم خانواده و اینها اهمیتش خیلی درجه دوم بود، خیلی ثانوی بود، برخلاف امروز که برای ما اولویت اصلی خودمون و خانوادهمون و حوزه خصوصیمون و علایق شخصیمون و جور چیزاست دیگه. نه حالا اگر شد و اگر وقت کردیم و حوصله‌مون کشید و فلان، حالا حالا ممکنه که تازه اگه جایی بود و فرصتی بود و چیزی بود شرایط میطلبید، حالا ممکنه یه رأی هم بریم بدیم مثلا یا یه توی NGO هم بریم یه کاری بکنیم اینا. ولی تصور جمهوری خواهان از سیاست اصلا چنین نیست. سیاست یه امر همگانیه، امری مبتنی بر نمایندگی یا نمایندگان نیست. بدیم به یه دهی نماینده، اونا برن میکنن، اونا دیگه پیگیرن دیگه، اونا میرن کارا رو میکنن. نه، در طبق این نظر میهن دوستی و کنشگری سیاسی سخت خورند هیجان و شر و شورند و هر دو دشمنان خطرناک بسامانی آرامش و مدارا. میهن دوستی و کنشگری سیاسی میگه که دشمنان خطرناک بسامانی و آرامش و مداران. چرا؟ از منظر چه افقی؟ از منظر همین افق چیز زندگی های به اصطلاح مدرن، همین زندگی که ما داریم میکنیم دیگه، حالا مدرن یا غیر مدرنش حالا ولش کنیم. ولی به سامانی آرامش و مدارا یعنی این که آقا کنشگری سیاسی دیگه تو ذهن ما همیست دیگه، شر و شور و درد سر و گرفتاری و نمیدونم فلان و بهمان، آقا ولش کن دیگه. نه اصلا زندگی آرام که واقعا دیگه این روزا آرزوی هممون شده، حالا ما ناآرامی زندگی رو در نتیجه مداخله هر روز در سیاست تجربه نمیکنیم، در نتیجه ترقه‌هایی تجربه میکنیم که هر روز داره زیر پامون میترکه. یعنی اتفاقا خود زندگی روزمره که قرار بوده که ساحت آرامش و سکون و آقا بلمون کن بذار زندگیمون رو بکنم اینها باشه، اتفاقا خود این الان تو جامعه مثل ما داره تپ و تپ میترکه و همه ما رو ناآرام و در واقع دلنگران و بی‌اعصاب و اینها کرده. اما حالا غیر از اون چیزی که اینجا داره رفیقمون ویرولی میگه، پس ناظر بر اینه که اون کنشگری سیاسیه چون به هر حال ناظر بر یه جور شر و شوره، اتفاقا میتونه زندگی رو از اون آرامش و مدارا یعنی کاری به کار هم دیگه نداشته باشیم، هر کی کار خودش رو بکنه اینا اتفاقا خارج بکنه. در نظر شهروندان مدرن همانها که احساس رسالت یا حتی احساس وظیفه‌ای برای سیاست ندارند، الان میگن آقا مثلا در غرب 20% 30% 40% نهایتا در شورمندان ترین انتخابات ها میرن رأی میدن و برای اینکه سرشون تو لاک خودشون و زندگیشون دارن میکنن و سیاست هم یک حرفه است، اصلا یه حرفه سری آدمه فلان و فلان. خب تا حدی ناظر بر این وضعیت هم هست دیگه، همین وضعیتی که کاملا با جهان مدرن جوره، جهان مدرنی که سیاست رو به حرفه تبدیل کرده، حرفه یه آدم مشخص هم سیاست مدار حرفه‌ای، یه دوی هم شهروند زندگیشون رو میکنن، سیاست مدار هم سیاست میبرزن، یعنی شکاف بین حاکمان و محکومان. اما فهم جمهوری خواهانی از سیاست هیچ وقت قرار نبوده این باشه و به این معناست که جمهوری خواهی در بنیادها و در این حال در غایتهای خودش باید این بازی حاکم و محکوم و هم بریزه، نه حاکمی وجود داره نه محکومی، بلکه از مجرای یک جور اتفاقا مشارکت فعالانه خود شهروندان قسم خودگردانی در کار، در شهر، در محله، در محیط کار، که حالا بعداً در یه جای دیگه میشه سرش به تفصیل بیشتری بحث کرد. ولی خب به هر حال میگه که برای این چیز شهروندان مدرن که اساساً حوصله سیاست ندارن، از اشتراک قومی یا دینی یا ملی مهم و معنادار بی بهره و تماماً غرقه در زندگی خصوصی هستند، آرمان فضیلت شهروندانه به این معنی که گفتم که همون کنشگری فعالان سیاسی باشه جذاب نیست و اصلا نمیتواند باشه. آنچه آنان به واقع بدان اهمیت میدنند و نگرانش هستند نه فضیلت شهروندانه بلکه آزادی است. یا با استفاده از تمیز مشهور بنجامین کنستانت، همون فیلسوف سیاسی فرانسوی قرن 18، آنان آزادی مدرنها را میخواهند نه آزادی باستانیان. آزادی باستانیان هم آزادی یونانی، آزادی جمهوری خواهانه کلاسیک چی بود؟
این آزادی ناظر بر حق مشارکت در امور پلیس بود. اما آزادی مدرن ها همون آزادی برای در پیش گرفتن زندگی خصوصی خوده، که البته اصلا یه بار دیگه اصلا حق کمی نیست، اتفاقا با تا چه پایی ازش دفاع کرد. اما مسئله بر سر همین تقابل ایجاد کردن بین زندگی خصوصی که نه این دیگه پیفه و این دیگه اخه و خیلی بورژوایی و این خیلی لیبرال و اصلا مهم نیست، این چیزایی که بعضا تو این چپای ورژن ایرانی شما خیلی مد شده، آقا آزادی که فقط آزادی های شخصی نیست، بله فقط نیست ولی بس دیگه، یه وجهی از آزادی ها که واقعا بدون عذاب وجدان و بدون هیچ چیزی صفت و سخت بود باش وایساد، واقعا حق به فردیت، آزادی به مسابقه حق به فردیت. اما داستان سر اینه که حالا چگونه میتوان این آزادی به مسابقه حق به فردیت رو در پیوند قرار داد با قسمی فضیلت شهروندانه، به این معنی که این بابا داره رجبش صحبت میکنه که بخشی از میراث جمهوری خواهیه یا بخشی از میراث وطن دوستی جمهوری خواهیه، وطن دوستان در امور پلیس، در امور شهر، در اجتماع خودشون چون دوستش دارن، چون برایشون مهمه که درست چه شکلی باشه، سرنوشتش چی باشه، مشارکت و مداخله میکنند. فقط مسئلهشون نجات فردیتشون یا آزادی های شخصیشون نیست، که اگه اینجا چند قدم اونورتر جای دیگه فکر کردن که اونجا محقق میشه، اونجا شدنیه، عطای اینجا رو به لقایش ببخشن، بگن آقا گروه باشه، حالا هرچی شد شد یا اصلا به من چه مربوطه یا هرچی. پس میدید که اینجا اقتضای چنین عشق و علاقه و پروا و نگرانی دامن زدن به فضیلت مدنی است، به این معنایی که ما داریم ازش سخن میگیم. اعمال دست جمعی و مستقیم اجزای متعدد حاکمیت تمام و کمال، یعنی حاکمیتی که دیگه به یک حاکم یا حاکمان تفویض نمیشه، بلکه نتیجه اصلا اعمال دست جمعی و مستقیمه، یا به زبان ساده تر حاکمیتی که مشارکتیه، نتیجه مشارکت خود شهروندانه، چیزی که باستانیان بدان به عنوان جلوه اعلای فضیلت شهروندی و رفعت بخش ترین بخش زندگی شهروندان مینگریستن. باز آرنت تو در وضع بشر به خاطر میاد که چقدر این رو خیلی درخشان نشون داده که چگونه برای یونانی ها بالاترین درجه زندگی، زندگی در پلیس بود، زندگی در معیت دیگران برای ساختن امور عمومی، و زندگی خصوصی تو اون خیلی امر نکوهیده‌ای بود یا امر بی اهمیتی بود یا در بهترین حالت اهمیت ثانوی داشت، که چقدر در جهان مدرن کاملا قضیه معکوس شد، جذابیت چندانی برای مدرن ها ندارد. پس این وطن دوستی به این معنایی که ما ازش سخن میگیم و داریم ازش حرف میزنیم متوسل به میراث جمهوری خواهی به نوعی کلاسیکه، که اصلا کنشگری سیاسی رو به معنای صرف این که همین حالا یه رأی بدیم و تموم بشه، اونم تازه در بهترین حالتش، نمیخواد تقلیل بده، بلکه میخواد از هر کسی شهروندی بسازه، یا میخواد هر کس به خود همچون شهروندی بنگره که همپای با دیگران و در پیوند با دیگران و در همبستگی با هم شهریان هم سرنوشتش برای زندگی پیکار می‌کنه، برای ارتقای زندگی به یک زندگی آزاد و برابر با دیگران پیکار می‌کنه. در ادامه بحث دیگری که داره، من فقط الان رؤوس مطالب رو میگم چون بعداً هم گفتم دیگه هی بهش برمیگردیم، مخاطره ایست که از همون جلسه اول منم بهش اشاره کردم، و اون مخاطره اینه که میهندوستی همچون یک جور خاصگرایی طردگرا فهمیده بشه، یعنی یک جور خاصگرایی که ما ایرانی ها فلان فلان در نهایت مترادف بشه با حالا هر چه آدم ما که بخوایم اجازه ندیم و حواسمون رو جمع بکنیم و فلان اینها، اما نوشابه بکنیم برای خودمون، بکنیم که ما میهندوستان چون عاشق مثلا کشورمون هستیم و کشورمون برامون مهمه و اینها، دیگری و دیگران
که شاید یه قدم بدترن به هر حال، چون یه چیز مسخره ای و در این حال بلفل و حی و حاضر به مرز سر کار دارن دیگه، و مرزها امروز به هر حال خوشون بیاد یا بدون بیاد تا حد زیادی معرف ما و آنهاست. همون هم سرنوشتی که میگیم شاید با یه متر این ورانور بشه. نه؟ این فراز رو بخونم بعد توضیح میدم. صفحه 25. اگر عشق به میهن خود به معنای عشق به خصیصه های قومی و زبانی مشترک، عشق به تصوری مشترک از زندگی نیک، یا عشق به بینشی در خصوص یک سرنوشت ملی مشترک باشد، چنین عشقی بیشک تعهد و پایبندی به خیر مشترک را انسجام می‌بخشد. با این حال، این با این حال مهم میشه، با این حال این عشق مشوق تحقیر و ناشکیبایی در قبال گوناگونی فرهنگی، نژادی و سیاسی هم در خانه در داخل و هم در خارج نیز هست یا میتواند باشد. مثالها درباره شهروندان برخوردار از تفکر و ذهنیت شهروندانی که آمادند خونشان را در راه کشورشان نثار کنند فراوان است، اما همین شهروندان آمادند که آزادی مذهبی، حقوق اقلیت‌ها و کثرت‌گرایی فرهنگی را نیز انکار کنند و وطن دوستی تنگ و بسته آنان نماینگر منش حصرگرای عشق آنان به میهن است. پس اینجا ویرولی هشدار میده، هشدار به جایی هم میده که حواسمون باشه که این میهن دوستی اگر قرار باشه که صرفا به خودمون منحصر بشه میتونه خیلی چیز خطرناکی باشه. یعنی این میهن دوستیه اگر نتونه در این حال به روی گوناگونی گشوده باشه، به روی کثرت گشوده باشه، دغدغه دیگرانی که ممکنه بیرون مرزهاش زندگی میکنن رو نداشته باشه، خیلی راحت میتونه سر چیز عجیب غریبی در بیاره. باز از این حیث پلیس یونانی وچه پارادوکسیکالی داره. پلیس یونانی خب مبدع دموکراسی بود، نه؟ دموکراسی مستقیم، شهروندان آزاد و برابری که در امور شهر خودشون مشارکت میکنن و شهروندانی که واقعا پلیس خودشون رو، شهر خودشون رو، اجتماع خودشون رو عاشقانه دوست دارن و آزادی و به آزادی شهرشون عشق می‌ورزن، ولی همزمان در دل همین شهر ناشهروندانی وجود دارن، برده‌ها، بربرها یعنی خارجی‌ها، غریبه‌ها، بیگانه‌ها، زنان و خیلی های دیگه که به عنوان ناشهروند ترد میشن. یعنی به همون اندازه شما میتونید تخیل بکنید که میهن دوستانی که بین خودشون برای هم دیگه دل و قلوه اونها میپزن، قربون هم دیگه میرن، خیلی میهن خودشون دوست دارن، ولی به همون اندازه ممکنه که نسبت به غیر بیتفاوت یا از اون بدتر ستیزگر باشن. میهن دوستی حصرگرا به این اعتبار میتونه باز هم به چیزی کورکورانه و احمقانه تبدیل بشه. آزادی برای ما، اما آزادی نه برای بقیه. یا گروه بابای اصلا بقیه، ما چه وقتی داریم که یا اصلا چه اهمیتی داره به دیگران فکر بکنیم؟ به این معناست که من میخوام بگم که اساسا میهن دوستی نمیتونه با جهان وطنی در پیوند نباشه، به ویژه در زمانی مثل زمانه ما که دیگر همه ما متقاعد شدیم که چیزی به نام یک جهان وجود داره، یک جهانی که هممون در درجه اول اصلا عضو اونیم دیگه، حالا جهان یا زمین. و حالا اینو من بعداً و جای دیگه‌ای باید سرش بحث بکنم. یعنی میهن دوستی و جهان وطنی دست کم در ذهن من چی میگن؟ لازم و ملزوم هم دیگن. یعنی یک میهن دوست همزمان میباید جهان وطن هم باشه، گرچه به هر حال ما آدم های محدودی هستیم، مغزمون اندازه کافی انرژی نداره که هم به خودمون فکر کنیم هم به دیگران، یا برای دیگران هم وقت بذاریم هم نیست که برای خودمون هم وقت میذاریم. خب اینا محدودیت های که دل طبیعت ما و فیزیولوژی ما در میاد، اصلا مغز ما یه میگوزه اصلا بخواد به همه جهان و اینا فکر بکنه. اما فارغ از ظرفیت های طبیعیمون و مغزمون که به هر حال عموما عادت داره که به امور نزدیک میپردازه، به امور نزدیک انضمامی میپردازه، اما در ساحت ایده نمیتونیم همون اندازه که میهن دوستیم و دغدغه آزادی هموطنان خودمون رو داریم، دلنگران آزادی همسایه هامون نباشیم. و نه فقط همسایه هامون، مثلا افغانستانی ها، رفقای افغانستانیمون، یا رفقای چه میدونم عراقیمون، یا بحرینیمون، یا یمنیمون، یا ترکمون، یا هر چیزی، بلکه تون وقتر
مثلا همین که بعضا دل ما میتپه از این که میبینید آه مثلا تو شیلی ببینید مردم چجوری ریختن تو خیابون و دنبال مثلا یه قانون اساسی جدیدی هن که آزادی ها رو بتونه تضمین بکنه و فلان و فلان، همین که یه دلمون میتپه یه احساس خیشاوندی میکنیم، نمیکنیم؟ چرا دیگه؟ اصلا خود این حس خیشاوندیه که محصول اصلا فرآیندهای جهانی شدن و شبکه ارتباطی که شکل گرفته در سده جدید و اینها، خود حس خیشاوندی رو برای ما خیلی زنده تر کرده. یعنی ما ممکنه همینجا ناگهان با یه آدمی تو شیلی که فرسنگا ازش فاصله دارم، نه زبونش میفهمم، نه میدونم چی میگه، حرف حسابش چیه، فلان فلان، ناگهان در یه جور نسبت قرار میگیرم. حالا اینو بعداً باید بحث کنیم. چه ویرولی اصلا یه جور جهان وطنی صحبت نمی‌کنه. اگه هم صحبت بکنه میگه و میگذره، مثلا به عنوان یه خطری بند اصلا چیزش میکنه، تر پاشو وسط میکشه، خطری که اگر ناظر بر رها کردن میهن به نام جهان میهنی باشه یا جهان وطنی باشه. ولی ما باید اونقدر هوشیار باشیم که در این حالی که تمام قد از ایده میهن دوستی سیاسی آزادی خواهانه جمهوری خواهانه فلان و فلان دفاع میکنیم با همه قصه‌ای که تا الان رجوعش گفتیم و قصه های دیگه که در ادامه خواهیم گفت، اما بدونیم که میهن ما به رغم اینکه خاصه، خاص نبینه برتره، خاصه واجد جو سینگولاریتیه، اما در این حال خودش در اون یک شبکه بین و سوبژکتیویتی گنده تر اصلا ممکن میشه. یعنی خود زمین، خود جهان، امروز دیگه ما میدونیم زمین یه سرنوشت داره و سرنوشت همه ما به ساکنین زمین اصلا به هم دیگه گره خورد و دلایل و شواهد بسیاری داریم که متقاعد بشیم که فقط یک جهان وجود داره و ما در جهان‌های متفاوت زندگی نمی‌کنیم. به رغم اینکه در جهان‌های متفاوت فرهنگی زندگی می‌کنیم، اما روی یک درون یک زمین ریشه داریم. و در نهایت زمین برای ما مهمه. و خود این زمین ما رو به سمت یک جور جهان وطنی هل میده. و خیلی چیزهای دیگه که الان مجال نیست سرش صحبت بکنم. خب آها، در اینجا در صفحه 26 خط آخر ویرولی حرفی میزنه و بحث رو خودشو در این حوز، در این فراز جمع میکنه که خیلی نزدیک به اون چیزیه که فکر میکنم منم دارم دست و پا میزنم بگم. عشق به آزادی مشترک مردمی که فرد بدانها تعلق دارد به سهولت به ورای مرزهای ملی گسترش مییابد و به همبستگی ترجمه میشود. به همبستگی، حالا من میگم همبستگی جهانی، یعنی میهندوستی خیلی راحت میتونه و اصلا باید که از مرزهای خودش فراتر بره، چون خود مرز اصلا مفهوم احمقانه دیگه. خود مرز حالا احمقانه است ولی واقعیه دیگه، بل اکچواله، هست، وجود داره، کل جهان بر مفهوم همین مرزه. اما در این حال هیچ اصالتی که نداره که مفهوم مرز بگم تا اینجاست، من تا اینجا میهندوست و اونوریا دیگه گور باباشون مثلا، یا من هیچ چیزی ندارم نسبت بهشون، دست کم هیچ تعلق خاطری ندارم. نه اتفاقا این عشق به آزادیه خیلی راحت به قول ویرولی میتونه و از مرزها فراتر بره، چون عشق مرزها رو در می‌نورده، این دوستی مرزها رو در می‌نورده و میتونه با دیگران نیز شریک و همراه و همگام باشه. در صفحه 27 یک بار دیگه ویرولی برمیگرده به دوگانه وحدت آزادی که معرف دوگانه ناسیونالیسم پاتریوتیزم بود. یه بار دیگه بخونیم. 27 به لحاظ تاریخی استدلال ها در خصوص میهن و عشق به میهن با در ذهن داشتن دو چیز مختلف به عنوان هدف آنها اقامه شدند، آزادی و وحدت. یگانه دغدغه من آزادی است و از این حیث من هم به عنوان شما هم با این رفیقمون ویرولی همراه باشید. یگانه دغدغه من آزادی است، یا دقیق تر بگویم آزادی برابر، که وقتی از آن سخن میگویم منظورم امکانی است برای آنکه همه اعضای جمهوری زندگیشان را به عنوان شهروند بزیند بدون آنکه از طریق انکار حقوق سیاسی، مدنی یا اجتماعیشان سرکوب و منکوب شوند. من به وحدت و همگونی فرهنگی، قومی و مذهبی به چشم رذیلت نگاه میکنم. به 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 آفرین. این وحدت و همگونی جمهوری را قوی تر نمی سازد. معرف
قابل توجه آقایان ایران پرست شیفته وحدت این وحدت و همگونی جمهوری را قوی تر نمی سازد، همان گونه که تشکیل شهروندان ملتزم به آزادی نیز کمک نمی کند، کاملا برعکس آنها باعث می شوند هم وحدت و همگنی و یک دستی و یک پارچگی و از این قصه ها. جمهوری به طرز خفقان آور یک دست بیرنگ خمود و سرکوبگر شود و شهروندان را به متعصبانی کوته فکر ناشکیبا و کسل کننده تبدیل می کند. جمهوری خوبی که واقعا می خواهد شهر همه باشد به وحدت فرهنگی یا اخلاقی یا مذهبی نیازی ندارد. این جمهوری به وحدتی از نوع دیگر نیاز دارد، وحدتی سیاسی که با دلبستگی به آرمان جمهوری قوام و دوام یافته است. اگر هم ما به وحدتی نیاز داشته باشیم که بهتر است به جای وحدت از مفهوم همبستگی استفاده کنیم. بله ما به همبستگی نیاز داریم، اما یه همبستگی سیاسی که خودش رو در اشتراک در آرمان آزادی و برابری همگان متجلی می‌کنه. درسته؟ و فراز آخر و نکته آخری که در اینجا من بهش اشاره میکنم و با این گفته عملا بحث مقدمه رو تمام میکنیم، برمیگرده به یک نکته ای که ویرولی در صفحه 29 مطرح میکنه و نسبت میهندوستی و چپ دموکراتیکه، چون به هر حال خود ویرولی هم خودش رو چپ میدونه، ولی خب چپ دموکراتیک یا چپ نزدیک به جریان سوسیال دموکراسی که حرفش اینه در اینجا که چرا میهن دوستی و چپ‌ها که عموماً و سنتاً مسئله میهن و کشور و وطن اینها رو خیلی جدی نگرفتن، عمدتاً میشه نشون داد که کجاها اتفاقاً مفهوم میهن دوستی در اون سنت چپ، حالا چه در ایران چه در جاهای دیگه، اتفاقاً خیلی مهم شد. اینو من تذکر اکید بدم که داریم در ایران میتونیم نشون بدیم که تو ما چقدر چپگرایی داریم که تو ما خیلی مفهوم میهن براشون جدیه. یه اشاره فقط بکنم، پارسال بود که برنامه بیضایی یه سخنرانی داشت به مناسبت فکر میکنم در گذشت شاید تولد شاهرخ مسکوب بود و اشاره کرده بود به چپ و مسئله شاهنامه، شاهنامه به عنوان یک به حال میراث فرهنگی که مقوم فرهنگی به هر حال ایرانه، نقش تاریخیش دست کم این بوده که برای ناسیونالیست هم از این حیث همیشه مهم بوده دیگه، و حتی برای میهن دوستان در جفتشون به عنوان بخشی از میراث فرهنگی که خود مفهوم ایران رو قوام بخشیده. و حالا چپگرایانی که به نوعی دغدغه این رو داشتن، دغدغه که اصلا شاهنامه چیزی بود بفهمن، اصلا شاهنامه مهمه مهم نیست، یه متن ناسیونالیستیه، یک متن مهمه یا باید دورش انداخت یا اصلا گروه باباش، یا سخنرانی خیلی مهمیه به نظرم، حالا فارغ از نتایجی که بیضایی میگیره که میخواد نشون بده که به یک معنای چپ هیچ وقت نتونسته به امر ملی فکر بکنه جز استثناءاتی مثل خود شاهرخ مسکوب، چون به هر حال مسکوب از همون اوایل دوران زندگیش از زمانی که جوان بود و اینها و عوض به حزب توده هم بود دلبسته شاهنامه بود، کتاب رستم اسفندیار اولین کتاب مسکوبه فکر میکنم در زمانی نوشته شد که مسکوب عضو حزب توده بود، و مثلا اشارات باز استثنایی مثل به مثلا عبدالحسین نوشین اونم که عضو حزب توده بود و اصلا شاهنامه نسخه مسکو که بعد از فرار نوشین از ایران تدوین شد و اینها تا سالها نسخه استاندارد شاهنامه پژوهی بود، و یکی دوتا اسم دیگه و خیلی های دیگه که البته بیضایی از قلم میاندازه نزد چپگرایان که به هر حال به شاهنامه نظر داشتن، نه در مقام یک متنی که میشه باش فخر فروخ و مثلا زد تو دهن فرهنگ های دیگه یا چیزی شبیه به این، بلکه دقیقا به مسابقه قسم میراث، و خود حالا مفهوم میراث خیلی مفهوم مهمیه که بعدا باید سرش صحبت کنم الان جاش نیست، حالا از چه میدونم محمد مختاری گرفته تا خود تقی ارانی گرفته یا تا خیلی از چپگرایان دیگه که به رغم چپگراییشون اما
همواره خواننده همدل مثلا شاهنامه فردوسی بودن، به مثابه میگم بخشی از میراث میهنی ما. به هر حال بحثی بوده که مثلا از صحبت بیضایی ذره دور افتاد یا بیضایی خیلی بهش عنایتی نداشت، اما حالا مثلا بیضایی میزایی اینا نیست، فقط اشاره کردم به عنوان متنی که اگر نشنیدید یا نخوندید برید سراغش، خیلی جالبه چون اونجا دقیقاً پرابلم رو به نظرم بیضایی جالب روش دست میذاره. چپ و مسئله ملی، آقا چپ ها چقدر تونستن مسئله ملی فکر کنن؟ و الان هم هست، الان این پرسش جدیه که در واقع مفهوم وطن و میهن و اینها فقط مال ناسیونالیست هاست فقط و اونا میتونن مثلا راجع بهش حرف بزنن، راجع ملی‌گرا هاست فقط، یا نه اتفاقا ما میتوانیم از قسمی اتفاقا جمهوری خواهی در آزادی خواهانه میهن دوستانه ای که به هر حال نزدیکی و قرابتی هم به سنت چپ داره فکر بکنیم. اینو من فقط الان فعلا در مقام پرسش تر میکنم، پاسخش بماند برای ادامه جلسات. این فراز فقط ویرولی رو بخونم که داره به این نکته اشاره میکنه، بعد بحثم رو تمام کنم. ضرورت مواجهه جدی با ناسیونالیسم هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ سیاسی به ویژه برای چپ دموکراتیک امری مبرم است. هفته پیشم صحبت کردیم آقا مسئله ملی الان همه جا داره بولد میشه و داره برجسته میشه و اصلا داره به پرابلم محوری میدانهای سیاسی تبدیل میشه. چپ نمیتونه برای این مسئله پاسخی نداشته باشه، نمیتونه بهش فکر نکنه، نمیتونه بگه آقا اصلا گول باشی چه اهمیتی نداره. چرا؟ اتفاقا اهمیت مفهوم ملیت، چون که از همون ابتدای بحث امشب گفتم، بسیار مفهوم مهمی است، نباید ترکش کرد، نباید این مفهوم رو به تعبیری به دست دشمن سپرد، هر بلایی میخواد سرش بیاره. اتفاقا باید با صورت بندیش کرد و در واقع به مثابه همون عرض به حضور شما که شهروندی همه شمول به درون کشید، به درون یک پروژه جمهوری خواهانه آزادی طلب، درون یه چنین چیزی اصلا ادغامش کرد. تأثیر رتوریک ملی‌گرایی بر روی فقرا، بیکاران، روشنفکران سرخورده و طبقه متوسط رو به افول بسیار قدرتمند بوده است. یعنی همیشه گفتار ناسیونالیسم تو تونسته خیلی وقتا از اخشاری که و طبقاتی که شاید منطقا ما فکر کنیم که او اینا به چپا رای میدن یا حرف چپا براشون جالبه، اتفاقا ناسیونالیست ها در طول قرن بیستم و همین ده بیست سالی که از قرن 21 میگذره نشون دادن که اتفاقا گفتار ناسیونالیستی چجوری میتونه که یارگیری بکنه از همون بخشایی از جامعه که ظاهرا و منطقا ما فکر میکنیم که چیزن طرف حساب چپان. اگه چپ سخنی نداشته باشه، یعنی سخنی نداشته باشه که بتونه هژمونی گفتارهای ناسیونالیستی رو بشکونه، قافیه رو باخته. و همچنان نیست هست کسانی که به لحاظ اجتماعی تحقیر و تخفیف شده اند عضویت در ملت را ارج می شمارند و در آن حس تازه‌ای از غرور و کرامت پیدا می کنند. ناسیونالیست‌ها همیشه میرن دنبال این دیگه. گفتارشون یه جور جبران اون وضعیت تحقیر شده و تبعیض آمیز خیلی از کسانی است، خیلی از طبقاتی است که پرت شدن بیرون پرت شدن و اونا گفتار ناسیونالیستی با یه جور حس غرور و افتخاری که از عضویت در ملت ایران یا ملیت ایتالیا یا ملیت آلمان یا ملیت آمریکایی بهشون میده و اونها رو ادغام میکنه درون گفتار خودش. من بی چیزم اما دست کم یک آمریکایی ام یا آلمانی ام یا ایرانی ام یا ایتالیایی ام. در نتیجه نیروهای اجتماعی مهم و صاحب وزنی که باید فعالانه دل به آرمان و اهداف یک چپ سوسیال دموکرات، حالا این خودش چپ سوسیال دموکرات بود، بسپارند غالبا وارد اردوگاه راست شدند. این یکی از بسیار موضوعات تعیین کننده است که در واقع همین دیگه، چطور طبقاتی که به واسطه محرومیتشون، به واسطه استثمارشون، به واسطه محرومیتشون، به واسطه فرایندهای تبعیض آمیز و اینها اکسکلودد شدن، بیرون انداخته شدن، طرد شدن و بی صدا شدن، اتفاقا میرن تو جریان راست یا رتوریک راست براشون جذاب میشه و چپ ها این وسط حرفی برای گفتن ندارن، چون که مفهوم وطن و میهن اینجور چیزا رو پیشا پیش اساس رتوریک واگذار کردن، اصلا چیزی ندارن براش، در نهایت فقط به زبان طبقه سخن میگن.
و با این حال به رغم آنکه هزینه های سیاسی بسیار بالا بوده است، چپ به راست اجازه داده که انحصار زبان میهندوستی را در دست داشته باشد. به لحاظ تاریخی سوسیالیست ها یا افراد انترناسیونالیست بودند یا مدافع همبستگی در درون اتحادیه های کارگری یا حزب یا هر دو. یعنی یا انترناسیونالیست، یعنی مثلا وطن هیچی، جهان وطنی، مثلا سوسیالیست مثلا کارگر وطن نداره، مفهوم وطن و پتن چیه؟ برای من این گفتار مبتنی بر وطن میهن میفته دست راست ها و اونان که حسابی از این قصه ماهی خودشون رو میگیرن، و یا صرفا مفهوم همبستگی رو در اون طبقاتی به واسطه حالا حزب طبقه کارگر یا نمیدونم اتحادیه‌های کارگری اینها فهمیدن. یعنی سوژه خودشون رو بخش کوچکی از حالا یا بزرگی از جامعه تعریف کردن و فقط میتونستن به همبستگی درون طبقاتی بیاندیشن، نه در همبستگی بین طبقاتی. که همبستگی بین طبقاتی چگونه ممکنه در شرایطی که اساساً بین طبقات تضادهای عینی بسیار عمیقی درون مناسبات سرمایه‌داری وجود داره، یکی از سوالات بسیار حیاتی است که ما باید بهش برگردیم و بهش فکر بکنیم. به جز چند استثنای درخور ستایش، روشنفکران سوسیالیست کوشش چندانی یا هیچ کوششی در جهت ساختن نوعی میهن‌دوستی چپگرایانه که قادر به مواجهه با ملی‌گرایی باشی که قادر به مواجهه با ملی‌گرایی باشد نکردند. چپ دموکراتیک ناچار است با ناسیونالیسم در زمین خودش بجنگد. و این کتابی که این بابا سال 1995 نوشته تازه زمانی است که هنوز ناسیونالیست ها در این موج اخیری که همینجوری تپ و تپ از این ور اونور دارن میان و گفتارشون قدرت گرفته هنوز نبوده. 1995 زمانی بوده که اصلا گفتار جهانی شدن، که هفته پیشم گفتم گفتار جهانی شدن و زوال دولت ملت و اینجور چیزها خیلی رو متقاعد کرده بود که آقا عمر ناسیونالیسم و اینجور چیزها تمام شد. الان به مراتب قضیه جدی تره و این دعوی این بابا که چپ دموکراتیک ناچار است با ملی‌گرایی در زمین خودش به جنگت به نظرم حیاتی تره. باید پاسخی برای نیاز به هویت ملی داشته باشه و در این حال باید پاسخش با پاسخی که ناسیونالیست ها و همین نیاز دادن متفاوت باشد. چپ دموکراتیک نباید از میدان نبرد بگریزد و با این حال نباید به صفوف دشمن بپیوندد. وظیفه فکری پیش رو وظیفه آسانی نیست، مستلزم مقدار زیادی تحقیق و پژوهش و مقدار زیادی بحث و فصل جدی است. قام نخست برای انجام این کار میتواند وارسی انتقادی سنت میهندوستی باشد. خب این کاری که خود ویرل در این کتاب کرده و خب ما هم به موازات او و پا به پای او این بحث رو دنبال میکنیم و دعوت او رو دست کم من به شخص جدی میگیرم که چگونه میتوان بین قسمی جمهوری خواهی میهن دوستانه و چپگرایی به معنای خواست عدالت بنابراین مارکسیست بودن یا سوسیالیست بودن یا از این ایدئولوژی خودشو به خودمون به یه ایدئولوژی وصل بکنیم و فکر کنیم مثلا این هویت ماست، اینا که دریاریه. چپگرایی اصلا به خواست عدالت و خواست عدالت اصلا هم به مسابه خواست آزادی و برابری، چون عدالت دو اصل داره، اصل آزادی و اصل برابری. و چپ هم دست کم چون که من میفهمم تا جایی میتواند چپ چی بگیم اسمشو چپ درستی باشه که همزمان بتونه به این دو اصل فکر بکنه و این دو رو به نگمانم میتوان درون قسمی میهندوستی جمهوری خواهانه یا با قسمی جمهوری خواهی میهندوستانه در نسبت در یک جور نسبت همساز قرار بود. به هر حال مرسی که همراهی کردید. بحث طولانی شد ولی باید این بحث رو میکردیم. به هر حال در این اندک مجالی که هست و معلوم نیست تا کی زمان داشته باشیم، اصلا تا که باشیم، به هر حال دیگه آدم هر فرصتی گیرش میاد باید تحتوشو در بیاره دیگه. مرسی، تا جمعه آتی و شروع فصل اول کتاب که برمیگرده به میراث میهن‌دوستی جمهوری خواهانه. شما همگی بخیر، بازم ممنون.